با سلام و احترام فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق اتاق زوم و همچنین یوتیوب و رادیو بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران رو امروز در تاریخ 7 اکتبر سال 2022 مصادف با 15 مهر ماه 1401 رأس ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی آغاز می‌کنیم. در ابتدا باید عرض کنم که جلسه به صورت هماندیشیه و تریبون آزاد برگزار میشه که با مشارکت همه دوستان، با مشارکت و همفکری تمامی شما عزیزان پیش میره. موضوع جلسه هم حق اعتراضه و با موضوع جزئی تر مردم خارج از کشور دفاع و دفاع از حق طلبی مردم که با حضور مهمان ویژمون سکا خانم مهناز قزلو فعال حقوق بشر و مشاور امور حقوق بشری پیش میره. همچنین آقای رائی و آقای شفایی هم تشریف دارن. خوش آمد عرض میکنم خدمت این عزیزان. همون جوری که عرض کردم تریبون آزاده و دوستان موقع اعلام نظر خودشون لطف کنن زمان رو مد نظر قرار بدن تا نظرات تا بتونیم از نظرات همه همکاران بهره مند بشیم. من فقط کوتاه عرض بکنم دست اندرکارانی که برای برگزاری این جلسه ما رو یاری میکنن خانم زهرا رهایی به عنوان منشی جلسه و مسئولیت ضبط صدا و ادمین ها هم آقای محمد رسول پورتندرست، آقای نریمان حسینی نشاد و سرکار خانم منصوره کاویانی. من زیاد صحبت نمی کنم. خانم قزلو شما شروع بفرمایید با یه مقدمه ای که بعد در خدمت بقیه عزیزان هم باشید. ممنون. من قبل از هر چیز سلام میکنم خدمتتون. نمیدونم آیا زاویه دوربین مناسب هست؟ بسیار عالی. به هر حال خیلی ممنون و متشکرم از دعوتتون. خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که در کنار شما عزیزان به این بحثا بپردازیم، به ویژه که این روزها در واقع به خاطر اسمی که میشه گذاشت خیزش انقلاب یا هر چیز دیگه به طور ملی در ایران، شاید این در واقع مبحث بسیار مهمیه که بتونیم بهش بپردازیم، چون که بحث حق اعتراض یا حق دفاع از خود یا حق دفاع مشروع، اینها چیزایی که متأسفانه جامعه ما خیلی زیاد باش آشنا نیست و تا کنون هم به انهای طرق سعی شده به نوعی مردم را در هم ناآشنا کنن به حقوق خودشون، یا اگر هم آشنایان نحوه اعتراض رو طوری در واقع الگو سازی میکنن که ربطی به اعتراض در واقع نداره، مثل سکوت کردن و یا وقتی که سرکوب میشن باید سکوت کنن، هیچی نگن یا از خودشون واکنش ندن یا برن تو خونه‌هاش. اون چیزی که مسلمه حتی در قوانین خود جمهوری اسلامی در قانون اساسی اصل 27 بحث حق اعتراض توش مطرح هست، هرچند که متاسفانه تمامی در واقع حقوقی که برای شهروندان در نظر گرفته شده در قوانین ایران یک مابعضا داره، یک مابع تفاوت یا یک استثناء داره و اون این هستش که باید مطابق با قوانین اسلام باشه یا مغایر با مبانی اسلام نباشه، که این هم اتفاقا توی همین مسئله هست. اما حتی اگر همین رو هم در نظر بگیریم این حق زائل نمیشه و برای مردم کافیه، چرا که وقتی که ما برمیگردیم به سال 57 با همین اعتراض بود که در واقع مردم اعتراض خودشون رو نشون دادن، حالا فارغ از این که یک مثلا حکومتی خوب است یا بد است یا بخوایم حمایت کنیم یا نکنیم، ولی در سال 57 با همین اعتراض ها، با همین تظاهرات و حق اعتراض و حق دفاع تو خیابان ها آمدند و در واقع حکومت رو تغییر دادند. و این بحث نه تنها در خود قانون اساسی ایران لحاظ شده، اما یک
استثنای دیگری هم داره و اون هستش که در خود این قانون وقتی که ما مراجعه میکنیم میبینیم که هیچ نوع در واقع تبصره نداره، اما به طور غیر قانونی، یعنی این قانون نانوشته، اون رو مستلزم گرفتن مجوز از وزارت کشور یا از نهادهای دیگه کردن و با این شرط و شروط که یک فرمی رو در واقع مثل که پر میکنن که چه کسی در چه ساعتی و به چه دلیلی و غیره، این اصلا در واقع تو چارچوب قوانین یعنی حقوقی و قانونی نیست. اما به طور کلی حتی بر اساس قوانین ناقص در واقع خود جمهوری اسلامی این حق اعتراض برای مردم وجود داره که هر جا میخوان بر اساس آن چیزی که بهشون ظلم میشه، ستم میشه یا درخواست و مطالبه ای دارن بتونن گرده هم بیان تظاهرات کنن. و تا کنون هم که اونجوری که ما دیدیم در کشور ما حداقل ما از طرف مردم همیشه این گرده همایی ها و اعتراض ها به طور مسالمت آمیز بوده و اون کسی که در واقع خشونت کرده و سرکوب کرده اتفاقا خود نظام و نهادهای امنیتیش بوده. اگر برگردیم به قوانین بین المللی که خب بسیار مشخصه، هم از نظر قوانین حقوق بشر و هم قوانین بین المللی، این حقوق و این در واقع این حمایت وجود داره که مردم بتونن هر موقع که میخوان بیان به صورت مسالمت آمیز اون مطالبات خودشون رو مطرح کنن یا اگر اعتراضی دارن به امری. ببینید این اعتراض، حق اعتراض مردم تا اون اندازه وسیع است که حتی اگر در یک کشور اروپایی مدرن دموکرات که در واقع دموکراسی توش نهادینه شده قانونی بیاد تصویب بشه، از پارلمان بگذره و به صورت نوشته شده و مسعود باشه، اما اگر نهاد یا فردی تشخیص بده که خلاف یک بخش یا تمامی اون قانون، خلاف قوانین حقوق بشر هست، میتونه به دادگاه هایی که وجود داره مراجعه بکنه و اعتراض بکنه که این قانونی که گذاشته شده خلاف در واقع اون مفاد حقوق بشره و میتونه نسبت به اون اعتراض کنه و بلافاصله اون قانون برداشته میشه و به حال یک سری عواقب هم داره واسه قانون گذاران که اختیار داده میشه که چنین قوانین اساسا نباید پیش میامده. و علاوه بر این که فرد یا یک نهاد یا انجمن هایی که به حال میدونید که کشورهای مدرن اغلب مبتنی بر این انجمن ها هستن که دموکراسی رو حمایت و ساپورت میکنه، یک سری در واقع قوانین و حمایت های پیشگیرانه هم وجود داره تو این زمینه. در رابطه با جامعه بین المللی هم همینجوریه. اما خود بحث حق اعتراض یه چیزیه که فرد، الان اون موضوع ما ایرانه، فرد یا افراد و مردم میتونن اعتراض کنن. یه بحثی که در رابطه با ما کسانی که در خارج از کشور هستیم بحث حمایت از حق اعتراضه. ما کاری که میتونیم بکنیم این هستش که از این حق اعتراض کنیم و صدای مردم رو و صدای تک تک اون در واقع مطالبات خاصه هاشون رو به عنوان اعتراض و نه به عنوان درخواست، چون دیگه بعد از 43 سال متاسفانه از سقف یا تعریف و چارچوب مطالبه گذشته. مطالبه رو معمولا مردم اروپایی تو کشورهای یا به مردم کشورهای مدرن رو مترقی میکنن. اگر مطالبه دارن میرن ما مثلا دمه جلوی پارلمان چیزی میان این مطالبه ماست و بدون خشونت و سرکوب و تفنگ و شلیک و گاز اشکاور و ساچمه و غیره به حالی مورد بحث قرار میگیره. نمایندگانی از اونها میخوان میرن وارد این سری جلسات میشن که این اعتراض یا این مطالبه رو به انجام برسونن، یعنی بررسی میشه تا اینکه به عنوان قانون در بیاد یا از اون چیزی که در واقع حق مردم هست و تا کنون نقض شده اون رو به اصطلاح پشتیبانی کنن یا اون رو به اصطلاح حذف کنن از قوانین اگر اشتباس، یا قوانین رو برای ساپورت حمایت مطالبات جدید بگذارن. اما در کشور ما اصلا بحث مطالبه دیگه اصلا مطرح نیست. مطالبه رو معمولا از کسی آدم میکنه که خب اونو قبولش داره، میگه که خب این یک نهاد منصفی است و خواهان در واقع خودش هم مبتنی بر ساختار سیستم عدالت محور است و حالا بیایم این کارو بکنیم. شما میبینید که حتی پزشکی قانونی کشور ما هم دچار مشکله. مثلا امروز یه بیانیه میده میگه که
مرگ خانم فلان بر اساس نمیدونم ضربه مغزی نبوده است، خواست که ایتالا پزشکی قانونی میاد میگه که علت مرگ چی نبوده، باید بنویسه علت مرگ چی هست. خب ما میبینیم که به طور پزشکی قانونی زیر نظر دستگاه قوه قضایی اداره میشه که به طور غیر قانونی برمیگرده به اینکه چه کسی اینو انتخاب میکنه، خب آقای خامنه ای. و تمامی روابط و مناسبات و ساختار سیستم این حکومت چیزی است که ضد مردمی، ضد بشریه و خواهان سلطه در واقع امپراتوری شیعه است، نه تنها فقط در ایران بلکه در تمام جهان. یعنی حالا اونا هم اینجوری تعریف میکنن ولی واقعیتش اینه که صدور تروریسم رو با وحشت در تمام دنیا. بنابراین اون نقشی که ما میتونیم داشته باشیم حضور در خیابان ها، ارتباط با پارلمانتاریسا، سیاست مداران، ترجمه در واقع آن چیزی که مردم ایران میخوان، و خوشبختانه هم توی این 3 هفته بسیار خوب این آنچه که در واقع در ایران گذشته به کشورهای اروپایی، به نماینده ها، به افکار عمومی منتقل شده. ولی ما باید این مطالبات رو هرچه بیشتر بکنیم با توجه، یعنی مبتنی بر حمایت از حق اعتراض مردم. این اون چیزی که در واقع ما باید انجام بدیم باید خیلی سخت‌تر باشه. مثلا الان میبینیم که بایدن برمیداره یک لیست تحریم میده. خب این یعنی چی؟ آیا ما باید واقعا از این خوشحال بشیم؟ البته خوبه، البته موثره، ولی کافی نیست. چرا؟ برای اینکه این قانون تحریم افراد به معنی نیستش که اگر پولی دارن تو بانک های آمریکا اون رو مسدود میکنن و یا سفر اونها جلوگیری میکنن، در حالی که اصلا امکان داره این افراد، یعنی کسانی که با هم مأمور یا در رأس نهادهای سرکوبن، شاید اصلا مسافرت ندارن با آمریکا و شاید اصلا حساب بانکی نداشته باشن. بنابراین بی ثمره. آن چیزی که در واقع ما در اینجا هستیم در خارج از کشور و میتونیم در حمایت از حق اعتراض مردم انجام بدیم، این هستش که لابی های نظام رو، ترفند های اونها رو، یا اونهایی که تو طیف اصلاح طلبی سعی در نگهداری این نظام میکنن، الان بحث رفراندوم مطرح کردن که واقعا بیهوده است و به نظر من یه جورایی میخواد دوباره انگار اون سناریوی رأی من کور رو تکرار بکنن. ولی در هر صورت آنچه که من میتونم با یه جمله جمع بندی کنم این هستش که به خاطر اون فضای بازی که برای ما وجود داره ما میتونیم خیلی گسترده تر راهکارهای قانونی حقوقی، به خاطر اینکه به حال میدونیم تو کشورهای زندگی میکنیم که قانونمند است، مبتنی بر ساختار دموکراتیک است و متعهد به رعایت حقوق بشر هست. بنابراین ما میتونیم این راهکارها رو تا اونجا که من به ذهنم رسید مطرح کردم، ولی پیش از اون رو میتونه آدم بررسی بکنه و به طور منسجم اونها رو به اجرا بگذاره. بسیار ممنون از فرصتی که به من دادید. اگر سوالی بود من در خدمتتونم. ممنون خانم غزلو. حالا آیه شایدان با اجازتون من اول از همه یک سوال مطرح بکنم. توی جملات خودتون فرمودید که بر اساس حقوق بشر میتونن اعتراض بکنن مردم. حالا اگر منافع ملی یک کشور در تضاد با این حقوق بشر باشه، آیا مردم میتونن مثلا، حالا اکثر ماهایی که در حال حاضر توی این جلسه هستیم خارج از کشوریم، به چه نحو میتونیم این صدای نقض شدن حقوق بشر رو به گوش سیاستمداران کشورهایی برسونیم که منافع ملیشون در نقض اون حقوق بشره؟ ما چطور میتونیم اون تأثیرگذاری رو بذاریم؟ این سوال منه. سوال آقای شایگان هم بشنویم. ممنون میشم اگر خانم غزلو پاسخ بدید. ممنون میشم. آقای شایگان در خدمت شما هست. درود و وقت خدمت همه همکاران و همینطور اساتید محترمی که در جلسه حضور دارم. عذرخواهی میکنم که در حضور شما من ابراز وجود کنم. یک نکته رو من خواستم عرض کنم خدمتون که به درستی شما اشاره کردید که در کشورهای پیشرفته نهادهایی وجود دارن که شما میتونین اگر دولت پاسخگو نبود شکایت کنید یا هرچی، یعنی دادگستری مستقل، در صورتی که ما تو ایران همونطور که شما اشاره کردین ندیدیم همچین چیزی رو. من یه نکته رو می‌خواستم، اولا که
توی جوامع غربی هم دموکراسی رعایت میشه، حقوق بشر رعایت میشه، ولی باز هم گاهن میبینیم، اگر من اشتباه میکنم لطفا تصحیح بفرمایید، گاهن میبینیم که تو اینجا هم خشونت وجود داره. مثلا تو فرانسه من خاطرم هست، یا حالا یادم نیست بابت چی بود، ولی یک اعتراض، یک اعتصابی بود که پلیس فرانسه هم از گاز اشکاور استفاده کرد، یا توی امریکا به همین ترتیب در مورد جورج فلوید، یا بعد از اون موارد زیادی بود که پلیس با خشونت برخورد کرد. اما یک نکته که من خیلی برام عجیبه، رفتار دوگانه سران کشورهای غربی با یک موضوع مشابه، تقریبا مشابه. شما نگاه کنید به رفتار کشورهای اروپایی و امریکا با روسیه و سران جمهوری اسلامی. ببینید، تحریم کردن یک چه میدونم سردار سپاه چه دردی از ما دوا میکنه، وقتی که همین دولت‌های اروپایی به سرعت سفرای روسیه رو خواستن، نمیدونم تحریم‌های خیلی گسترده و وسیعی واسش ایجاد کردن و خیلی موارد اصلا فلج کننده دیگه، یعنی روسیه رسما فلج شد. اما این رفتار دوگانه رو ما چطور میتونیم توجیه کنیم در مقابل کشورهایی که یکی مثل ایران، یکی مثل روسیه، یعنی سرانش البته من عرض میکنم. ممنون میشم پاسخ باشیم. مرسی. من میتونم پاسخ بدم؟ بفرمایید. ببینید، واقعیت این هستش که آن چیزی که در واقع توی ساختار واکنش های بین المللی کشورهای غربی هست، منافع ملی خودشونه و نه منافع ملی ما و حتی منافع ما. اونها به منافع خودشون فکر میکنن. مثلا همین کشور سوئدی که من هستم، اریکسون پیشرفته ترین شنودها رو به وزارت اطلاعات ایران میفروشه، یعنی به منافع خودش فکر میکنه. تمام کشورهای غربی به این فکر میکنن که خیلی خوب، ارزون ترین نفت رو دارن از ایران میگیرن. خب براشون زیاد مهم نیست. این واقعیت ما باید بپذیریم که در تمامی این سالها علت مماشات کشورهای غربی، همین الان بایدن در فکر این هستش که از این فرصت استفاده بکنه و از ایران امتیاز بگیره و بره برجام رو به نفع خودش امضا کنه، یعنی اون چیزایی که خودش میخواد. و اون مسئله‌ای که در واقع اینا روی میز و در اولویت دارن بحث هسته‌ایه، یعنی نگرانن از ایران هسته‌ای و براشون مهم نیست این وسط سر مردم ما چی میاد. ما اینو واقعیت رو باید از طریف پلیتیک، یعنی تمامی کشور باید بپذیریم که همینی که هست. اون کسی که در واقع قرار هست که به ما کمک کنه خودمونیم. اون کسی که تو جامعه بین‌المللی، تو سطح بین‌المللی میتونه به ما کمک کنه، جلب افکار عمومیه. الان چرا مثلا همین تلویزیون سوئد، کشورهای اروپایی دیگه یا غربی یا نشریات و رسانه‌ها چرا توجه میکنن؟ برای اینکه تو این سالها این همه زحمت کشیده شد، بالاخره این رفت تو جامعه بین‌المللی و البته به خاطر ویژگی‌های خاص این خیزش اخیر هستش. به خاطر حالا سرفصلش، من نمیخوام زیاد وارد جزئیاتش بشم، سرفصلش همون شعار زن، زندگی، آزادی، یعنی یک جنبش فمینیستی. منظورم اصلا زن جنسیت زن نیست، فمینیستی به عنوان برابری جنسیتی. حالا هر کسی میخواد بشه، میتونه زن، مرد، همجنسگرا و LGBT و کویر و غیره باشه. و این یک انقلاب مدرن، یک خیزش خیلی مدرنیه و جلب افکار عمومی رو کرده و سیاستمدارای همه کشورها هم اتفاقا از این میترسن. یعنی نقطه مثبتی که ما میتونیم رو شرکت کنیم این هستش که بتونیم افکار عمومی رو، حالا 15,000 سوئدی معمولی، نه سوئدی که به حال اکادمیکر هستن، هنرمندن، در واقع یک توافقنامه رو دادن به پارلمان و علیه حزب سوسیال دموکراتی که در برابر ایران همیشه سکوت کرده، در برابر حکومت اسلامی ایران که به خاطر اون جنایت های سکوت کرده. همین اخیراً مگدلنا یک دیدار داشته با آقای امیر عبداللهیان در نیویورک، کاملا با اینها مخالفت کرده. ولی قبلا ما می‌بینیم تو خیزش اخیر اساسا چنین چیزی تو سطح رسانه ها نمیومد. پس ما این وظیفه ماست که ابتدا به ساکن افکار عمومی رو و نهادهای حقوق بشری رو
آگاه کنیم و طبیعتاً به زبان فارسی هم نمیشه، یعنی قرار نیست ما یه جا جمع بشیم به فارسی شعار بدیم، کسی متوجه نمیشه. نامه‌نگاری، ارتباط گرفتن، ترجمه این فیلم‌های واقعی که از ایران دریافت می‌کنیم، گزارش‌های واقعی که از ایران دریافت می‌کنیم، رسوندنش به نهادهای حقوق بشری معتبر هستش و جلب کمک و حمایت در واقع استارها یا سلبریتی‌های معتبر دنیاست. مثلا من اسم این خانم متأسفانه الان یادم نیست، کسی که جایزه نوبل ادبیات رو گرفته، این خانم فرانسوی و میاد بلافاصله از جنبش زنان ایران حمایت می‌کنه. این خب این یه یه برنده است در دست ما که باید این برگ‌های رو بیشتر کنیم. این پاسخ خیلی خیلی خلاصه به شما، اما سوال اولی که مصطفی جان شما کردید اگه یه بار دیگه بگید، من چون از ذهنم الان نیست در ذهنم. البته تا یه حدودی پاسخ دادید، اما دقیقا همونطور که فرمودید من اشاره کردم به این که خب خیلی وقتا این بحث حقوق بشر، اعمال حقوق بشر متناقض با منافع ملی یک کشور. من الان بحثمونم بحث سر اعتراض در کشورهای خارجه. البته این جملتون رو من یه خورده ابهام دارم. ببینید هیچ حق بشری مغایر با منافع ملی هیچ کشوری نیست. یعنی سیاست هایی که به خاطر حمایت میکنه از این سری منافع ملی، حالا درسته دقیقاً اینطوری که میفرمایید جمله‌مو تصحیح میکنم. یک سری سیاست هایی که دقیقاً الان خب در حال حاضر جمهوری اسلامی یکی از ناقضین بزرگ حقوق بشر توی دنیا شناخته میشه، اما همچنان از اون طرف به عنوان یک حکومت مردمی در واقع بهش رسمیت دادن کشورهای خارجی و اینجور مواقع. حالا شما تا یه حدودی فرمودید که با سرکردگان حامی حقوق بشر بخوایم صحبت بکنیم و در تماس باشیم، نامه نگاری کنیم و امثال هم، تا به حال این اتفاقات نیفتاده بود که الان به این شکل بولد شده. چرا یک دفعی کلن خارج از کشور، کشورهای اروپایی و غربی به این شکل انقدر شدیدتر از گذشته در مقابل این اتفاقات دارن واکنش نشون میدن؟ صرفاً به خاطر اون موتو، اون جمله‌ای که زن زندگی آزادی بود، صرفاً به اون دلیل یا صرفاً به دلیل اتفاقاتی که به خاطر برای مهسا افتاد، یا نه یک سری چیزهای دیگه ای هم میتونه باشه؟ باز حتی اون سمت میتونه باز منافع ملی رو مثلا کشورهای غربی در نظر گرفتن و سیاستشون رو نسبت به جمهوری اسلامی تغییر دادن. مرسی، ممنون میشم. ببینید در واقع اون بخشی که شما اشاره کردید هست، ضمن این که ببینید مشخصات و مختصات خیزش اخیر رو اگر نگاه کنیم، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی اساساً متفاوت از خیزش های قبلی است. نه اینکه کاملا اصلا یعنی فرق میکنه، نه، به دنبال اون و در روند اون، اما با یک خیز بسیار بلند، خیز بسیار کیفی که دلایل بسیار متفاوتی میتونه داشته باشه. ما الان نگاه میکنیم میبینیم که اون چیزی که در ایران داریم بهش میبینیم 3 هفته 21 روز کم چیزی نیست. چنین خیزش مداوم و پایداری در بیش از 100 شهر ایران سابقه نداشته به این شکل. اینکه از تمامی طیف های سنی، به اصطلاح بگم طبقاتی، منظورم صرفا اقتصادی نیست، حتی فرهنگی، و ما میبینیم سلبریتی ها، هنرمندان، ورزشکاران میپیوندند، تا به اینجا میپیوندند که استعفا میدن، از حضور در مسابقات بین المللی استعفا میدن، میان کنارگیری میکنن. ما میبینیم از توی زندانی سیاسی میاد بیانیه میده و یعنی مجموع اون چیزی که الان که بخوام بگم یک لیست بسیار بسیار طولانی هست، مجموع آن چیزی که داریم در واقع ما میبینیم که در شاخصش حضور گسترده زنان به عنوان رهبری این جنبش، خب خیلی خارق‌العاده است و حمایتی که در واقع از تو خود جامعه ایران داره گرفته میشه. اون تمام اون ترفندهایی که
حکومت اسلامی در تمام این سالها مثلا میگفتی که کردستان میخواد تجزیه طلبی کنه، اهواز نمیخواد، نمیدونم الاهواز میخواد نمیدونم اینجوری کنه، اون یکی میخواد اینجوری کنه. من ببخشید اصلا نباید اسم میبردم، به طور کلی یعنی میگن که اینجا اینا دنبال تجزیه طلبی ان، آذربایجان میخواد اینجوری کنه، نمیدونم فلانی میخواد اینجوری کنه. ما دیدیم که واقعا اینجوری نیست و شعارهای آگاهانه، حرکتهای مناسب، بیانیه‌های بقایت که نشانگر از عمق سطح سیاسی و دانش سیاسی بود که حتی ما فیلم‌هایی که از نیکا می‌بینیم، از سارینا می‌بینیم، دخترانی که بچه‌هایی که 16 سالشونه، تینیجرن، ولی نشان از آگاهی عمیق سیاسی اینها میده. یا شعارهایی که مطرح میشه بلافاصله در تهران میگن کردستان چشم و چراغ ایران، یا مثلا آذربایجان ما حامی توییم، یا مثلا کردستان از آذربایجان حمایت میکنه، چیزایی که تا دیروز به ما تلقین میکردن که این دوتا دشمن همن و میخوان ما هم بجنگن و از جدا بشن، ایران میخواد سوریه بشه. خب ما دیدیم که واقعا اینجوری نیست. الان شعاری که تو تهران داده میشه به نفع زاهدان و بلوچستانه. الان حرکت های اعتراضی که داره تو خیابونا تو آذربایجان میشه به نفع کردستان و بلوچستانه. اون چیزی که مثلا موج حرکت هایی که حالا میشه گفت تشکلات، سازماندهی، هر چی در بلوچستان داریم ما میبینیم، پیوند با دیگر شهرهای ایرانه. و تمامی این خصوصیات و یکی دیگر از اون دوگانه انگاری هایی که رژیم خیلی روش کار کرده که خارج نشین و داخل نشین، و ما میبینیم امروز بیمعنیه. کجا میبینید که در فقط یک شهر 50,000 نفر، 60,000 نفر ایرانی یه دفعه بیاد به واسطه فراخان حامد اسماعیلیون در نمیدونم 150 شهر اگه اشتباه نکنم. و 22 اکتبر هم که خب میبینیم که قرار هستش که در حامد اسماعیلیون، یعنی اون سازماندهی اونها، قرار یک تظاهرات بسیار گسترده در اروپا داشته باشن. و همین پیوند در واقع خارج نشین و داخلی، اصلا این اصطلاح اتاق فکرهای وزارت اطلاعاته، در صورتی که ما به هر حال مردم ایرانیم و عشق به میهن، عشق به مردم ایران جغرافیا نمیشناسه. ما اینجا توی در واقع تبعید و غربت هم دلمون اونجاست، ولی هر کدوم میتونیم اینجا کار زندگی خودمون رو داریم، میتونیم اصلا بی خیال باشیم، در صورتی که اینجوری نیست. ما ببینیم که هزاران نفر هر روز توی خیابون‌های کشورهای اروپایی و غربی هستند و در دائم دارن با پولیتیشن‌ها، احزاب، نمایندگان احزاب توی پارلمان وقت میگیرن، ملاقات میگیرن، توضیح میدن، اونها رو به چالش میکشن، دعوتشون میکنن تو رسانه‌ها، از اونها میخوان که بیان توی تظاهرات، وقتی توی تظاهراتن اونها رو به پرسش و انتقاد میگیرن. و این چیزیست که در پیوند تمام این، یعنی این پرسپکتیوی که اگه ببینیم، یک تابلوی که با لوگوهای مختلفه، این کانتینر یک ظرف بسیار بزرگی رو حتی در برابر خود ما ایرانی ها نشونده، چه در داخل و چه در خارج، که همه ما رو شگفت زده کرده. شاید تا یک ماه پیش میگفتیم خیلی خوب، حالا تا کودا دوباره بیاد یه اتفاقی بیفته، و ناگهان میبینیم که فواره از اعتراض و خیزشه که تو خیابون هاست. و هر لحظه شاید هر کدوم از ما تو ذهنمون رسید که خیلی خوب الان یه هفته شد دیگه تموم شد، یا الان بازداشت ها گسترده شده دیگه تموم شد، در حالی که ما میبینیم مثلا پای حسین رونقی رو میشکنن، پیام استقامت میده، آقای کریمی از اون بر، نمیدونم توماج از اون طرف، حامد اسماعیلی، یعنی این رهبران میدانی و تغییر ساختار رهبری در شرایط فعلی نه تنها خود ایرانی ها رو شگفت زده کرده، بلکه وقتی به سلبریتی ها و اندیشمندان و مدافعین حقوق بشر اروپایی هم که مصاحبه هاشون و واکنششون نگاه کنیم، که همشون با شگفت انگیزی این رو مطرح میکنن، و این نشان از یک جهش رو به جلوی مردم ما در ایرانه، که خب اون در واقع فمینیست بودن یا جنبش برابر جنسی بودنش خیلی مدرنه، و این خوشبختانه جلب توجه عمومی یا جامعه افکار عمومی بین‌المللی کرده. ممنون. حالا آقای رایی در خدمت شما هست. صدا رو اگه بله صدا رو باز کردم. با درود به شما دوستان گرامی و به شما خانم ازلوی گرامی. من چند تا نکته رو که به نظرم میرسه در رابطه با جنبش اخیر و حمایت ما در خارج کشور از دید خودم مطرح میکنم. یکی این هستش که در حقوق بین الملل تحریم وجود نداره.
تحریم نمیتونه حقوقی باشه و بنابراین نمیشه با حتی شدیدترین نوع تحریم به این علت که رژیم یفته موافق شد. تجربه هم نشان داده که تحریم موقعی که میکنن کشورهای استبداد، خصوصا کشورهایی با تمایل تمامیت خواه مثل رژیم ولایت فقیه، او برمیداره از این تحریم ها سوء استفاده میکنه برای ضعیف کردن مقاومت مردم. پس بنابراین نمیتوان گفت که من تحریم میکنم به علت این که مثلا قدرت ژاندارم دنیا هستم، برتر دنیا هستم، پول منه که بیش از 50% مبادله میشه و من میتونم به این وسیله آنچه را میخوام پیاده کنم. شدنی نیست. تنها کشوری که نتیجه داد این تحریم های کامل افریقای جنوبی بوده، اون هم دلایل زیاد داشته که علاوه بر این که تحریم تمام بوده، یعنی امکان این که افریقای جنوبی بتونه اونو دور بزنه اون موقع وجود نداشته، اینکه مورد در واقع محاکمه شدید افکار عمومی دنیا قرار گرفت. رژیم ولایت فقیه هم همینطور مورد محاکمه و تنفر دنیا هست، اما نه به اون شدتی که افریقای جنوبی و آپارتاید بود. حالا از این زاویه که بگذاریم، لازمه به این نکته توجه کنیم. چرا این نکته رو گفتم؟ دلیلش این است که هر رعایت حقوقی نزدیک کردن ما هستش به در واقع سرنگون کردن رژیم. ما بالاترین موضعی که داریم حقوق انسان هست و زمانی که ما تأکید میکنیم بر روی حقوق انسان، در دنیا اعتبار پیدا میکنیم، بالاترین اعتبار پیدا میکنیم، به ما ارزش میدن و میگوین روی اینها با اینها نمیشه بازی کرد. یه نکته رو به عنوان نمونه میگم. از مارگاریت تاچر سوال کردن که چرا شما این دنیا رو اینطور مورد تسلط قرار دادید و اینا، اما این ایرلند رو این بغل نتونستیم. گفت برای که تو ایرلند خیانتکار پیدا نمیشه، نتونستیم پیدا کنیم. بنابراین توجه داشته باشیم موقعی که وامیسیم خوب برای حقوق، موقعی که وابستگی رو نمیپذیریم، تو این بازی های منافع ملی وارد نمیشیم، بر روی حقوق ملی تاکید میکنیم و هر راهی که با ما درست رو میپذیریم، اونجا هستش که برای خودمون احترام میخوایم، اونجا حواسشون جمعه. اما اگر یه جای کوتاه بیاییم میگن اینا بازی خورن، دیگه میشه بازی خورد، به جای حقوق من یه کار دیگه با اینا میکنم، اینا اینجا اگه بازی خوردن جای دیگه هم بازی میخورن. نمونه هایی رو دیروز برای شما مطرح کردم و توجه داشته باشیم در این قانون اساسی فعلی که دوم قانون اساسی اول، در اون مجلس خبرگان یک اکثریت آخوند بودن، حزب جمهوری اسلامی بود، یه 9 نفر بودن که مخالف اون بازی ها بودن. آقای بنی‌صدر بود، آقای طالقانی بود، آقای عزت‌الله صابری بود و چند نفر، حتی یکیشون هم مخالف ولایت فقیه بعدن شد که این آقای مکارم شیرازی بود. بنابراین اونجا اگر می‌بینیم دو پهلو هست، اون قانون اساسی اول، من دیروز براتون قانون اساسی اول رو گذاشتم اینجا، اون قانون اساسی اول رو تحمیل کردن در اون قانون به مردمی که در واقع اصلا نمیدونستن ولایت فقیه و اینا چی هست و تفاوت داشت اون قانون اساسی اول حتی با اون پیشنویس قانون اساسی. پیشنویس قانون اساسی رو آقای حبیبی و چند نفر نشسته بودن نوشتن، بعد در ایران تصحیح شد، پیشنهاد شد، اما در اون مجلس خبرگان اون پیشنویس قانون اساسی رو گذاشتن کنار و خودشون نوشتن. کسانی مثل آقای بنی‌صدر، آقای طالقانی اینا مقاومت کردن اما نتونستن تمام اون چیزایی که میخوان در این قانون اساسی بگذارن و در پایان نوشتن این قانون اساسی آقای بنی‌صدر خودش رأی به این قانون اساسی هم نداد و به این علت خمینی گفت تو نمیتونی کاندید ریاست جمهوری بشی، که اون داستان دیگه است که اینجا رفت. پس بنابراین این قانون اساسی، قانون اساسی دو پهلو هست، یعنی اونجایی که حقوق شرط میذاره براش، حقوق شرط نداره، حق اعتراض شرط نداره، حق اعتراض برای مردم و مردم حاکم این مملکت هستن. پس بنابراین اگر به بهانه قانون اساسی نمیدونم شرط و شروط و قانون آمدن گذاشتن، این غیر حقوقیه، لازمه توجه نشه، یعنی هم در ایران توجه نشه به اینکه
میخوایم اعتراض بکنیم اجازه بگیریم از وزارت کشور، همچین چیزی وجود نداره، همچین حقی وجود نداره، که حقی که اجازه بخوایم وجود نداره. این نکته دوم. یه نکته دیگه هم میخواستم مطرح کنم، در خارج کشور اشتباهایی رو که در جنبش‌های داخلی اعلام میشه باید لازمه رفع کنیم. شعار مرگ بر شعار حقوقی نیست. هی مرگ بر مرگ بر تطبیق نداره با رفع اعدام. شعار و شعار استقلال ندادن خطرناکه، برای که در کشورهای بهار عربی همین اتفاق افتاد. شعار دموکراسی ندادن اختلافه. نکته آخر میگم میام پایین. ما رهبری لازم نداریم، چه آقایانه باشه چه خانوم ها، اما سخنگو لازم داریم که نیازهای مردم رو مطرح کنه. کدوم نیازها؟ همه نیازها رو. هیچ نیازی نیست که غیر قابل صرف نظر کردن باشه. و به این علت در خارج کشور لازمه که ما تاکید داشته باشیم بر کامل کردن جنبش، چرا که اگر جنبش سر نداشته باشه هرچی هم شدید بشه غیر قابل پیروز شدنه. خیلی ممنون، مرسی. ممنون آقای رایی. آقای کچویان در خدمت شما هست. درود و عرض ادب و تشکر بابت بحث خوبی که تا اینجا شکل گرفته. خواستم من نظر خودم رو بگم. من در رابطه با تحریم ها با جناب آقای رایی موافق نیستم. یکی از مواردی که میتونه همه انقلابا رو به نتیجه برسونه اعتصاباته، و اعتصابات به این دلیل میتونه یه انقلاب رو پیروز کنه که عملا مانع میشه که حکومت کار عادی خودش رو انجام بده و حکومت رو از کار میندازه عملا، و چیزی که دقیقا همین تأثیر رو حکومت داره تحریم هاست. یعنی وقتی که یک کشوری مورد تحریم قرار میگیره، این کشور نمیتونه زیر ساختاشو بروز کنه، پول کافی برای حقوق دادن به زیر دستاش رو نداره، و در عمل باعث میشه که حالا تو کوتاه مدت یا حتی بلند مدت عملا از جامعه جهانی جا بمونه و یواش یواش منزوی بشه و حالا یا کوتاه مدت یا بلند مدت از کار بیفته، و وقتی که از کار میفته خود به خود از بین میره. بنابراین به نظر من تحریم های ابزار بسیار موثره که وقتی که یک کشوری تحریم میشه و این تحریم های مدام زیاد میشه، حالا ممکنه مثلا 5 سال طول بکشه، و بله تو این 5 سال دیکتاتور ممکنه که خیلی کار رو انجام بده، ولی عملا بعد از 5 سال وقتی که همه مردم میبینن که این حکومت دیگه نمیتونه خودشو به روز رسانی کنه و دیگه پول کافی نداره و دیگه چرخ مملکت نمیچرخه، خود به خود اون حکومت از بین میره. تشکر از وقتی که به من دادید. من مایک رو رها میکنم. ممنون آقای کچویان. من حالا دوباره تاکید میکنم روی 3 دقیقه، اگر امکانش هست 3 دقیقه رو حتما رعایت بفرمایید. من یه سوال تکمیلی داشتم، هم روی صحبت آقای رایی هم روی صحبت خانم قزلو. بحث تحریم ها شد، آقای رایی فرمودن که جنبه قانونی نداره، جنبه حقوقی نداره، ببخشید، تحریم ها جنبه حقوقی نداره، و خانم قزلو هم فرمودن اصلا کلا تأثیری نداره این تحریم ها. من حالا اتفاقا حالا پیش از این که صحبت های بقیه دوستانو بشنویم، از مهمان میخواستم کوتاه راجع به این مسئله توضیح بدن. خانم قزلو، خب تحریم نباشه چه کاری از دست دولت‌ها و دولت‌های غربی برمیاد و چه رویه‌ای رو باید در پیش بگیرن؟ و در ادامه به بقیه، به صحبت بقیه دوستان میرسیم. ممنون، مرسی. من نقطه نظری که در رابطه با تحریم داشتم و توضیح بدم، فکر می‌کنم که خوب توضیح شد، من بیان درستی نداشتم برای توضیحش. اون تحریمی که من گفتم با تحریمی که مهمان عزیز دیگر گفتن کاملا متفاوت. من اشاره کردم به تحریم یک لیست اسامی سران در واقع نهادهای سرکوبگر توی چارچوب
تحریم افراد که بایدن تیه امروز یا دیروز اعلام کرد، او مسئله خیلی خوب هست به لحاظ جلب افکار عمومی، اما مؤثر نیست به لحاظ اینکه اون چیزی که در فهوای این تحریم هست، یکی اینکه اگر حساب بانکی داشته باشن در کشورهای غربی محسوب میشه، و دو اگر بخوان سفر کنن مانع از سفرشون میشه. اما کاملا موافق با تحریم های اقتصادی هستم، چون که ما نمیتونیم با یک کشور قرارداد و به اصطلاح مناسبات تجاری داشته باشیم ولی ضمنش بخوایم که مسائل حقوقی و شهروندی رو رعایت کنیم. چنین چیز اصلا متناقضه، چون وقت اونجوری دیگه بیشتر به فکر منافع خودمون میفتیم و بنابراین اصلا همین الانش چشم فرو میبندن بر سر سرکوب مردم ایران، اون موقع که دیگه بدتر. خیر، اتفاقا بسیار تحریم اقتصادی موثره و همین که الان ما میبینیم که کودکان 7 ساله رو با دادن آذوقه‌های بسیار اندک به خاطر فقر این کودکان میکشونن، لباس نیروهای ضد شورش تنشون میکنن، یا اینکه مجبورن از همین نیروهای محدود خودشون استفاده کنن، یا اینکه نمیتونن پول کافی بدن به حشد و شبی و غیر و ذالک اونها رو بکشونن تو مملکت تا مردم رو بکشه و خیلی چیزای دیگه، نشان از اینه که اتفاقا تحریم اقتصادی این سالها بسیار خوب بوده و کمر اینها رو شکونده و یکی از چیزایی که ما اتفاقا باید بیشتر و بیش از پیش پافشاری کنیم که جدیتر گرفته بشه و راههایی که در واقع رژیم ایران به واسطه اون تحریم ها رو دور میزنه، نمیدونم به ونزوئلا نفت میرسونه، کشتی هاشو توی آبهای آزاد میچرخونه، حتی تا صد، یعنی تا نقطه و سقف 100% این تحریم ها رو باید بخوایم که در واقع دولت های مدعی حقوق بشر به اصطلاح سنگین تر و قوی ترش کنند. از من تمام. مرسی خانم قزلود. سوال بنده رو دریابید. من عرض کردم خب حالا افراد و اشخاص رو تحریم بکنیم شاید اون تاثیرگذاری رو نداشته باشه. در حال حاضر ما که خارج از کشور هستیم، از دولت مردا و سیاست مردا رو باید چی بخوایم؟ چه انتظاری باید ازشون داشته باشیم؟ کشورهای خارجی صرفا تحریم های اقتصادی یا نه چیزهای دیگه هم کنارش میتونه باشه؟ من فکر کنم توی صحبت اولم گفتم، ببینید واقعیت اینه که ما از هر طریق ممکن به ویژه توی این روزها باید حتی به عنوان یک شهروند، شما یک شهروند ممکنه در آمریکا باشی تا یکی از شهرهای یکی از کشورهای به حال این طرف آب ایران، شما به عنوان یک شهروند حق دارید که نامه نگاری کنید، وقت بگیرید از سیاستمدارا، از نمایندگان مجلس، حتی ممکن است شما نماینده مجلس ایرانی داشته باشید، مثلا اینجا هست که خوشبختانه دو تا از اونا ناچار شدن بیان موضع گیری کنن، تو تظاهرات شرکت بکنن و اینا بسیار موثره. شما نه تنها اونها بلکه از تمام، یعنی از هر طریقی که میشه، مصاحبه کردن، نوشتن مقاله، رفتن توی رسانه ها، تلویزیون، رادیو، کانال هایی که در اختیار میذاره مردم برن نظراتشون رو به زبان در واقع اون کشور بگن، لوکال لنگویج اون زبان بگن، باید این کار رو کرد. تو تظاهرات توضیح به جامعه که توش داریم زندگی میکنیم به زبان خودشون و بردن مسئله ایران و حق آن چیزی که سر اینا 43 سال تو ایران اتفاق افتاده برای افکار عمومی. من تاکید کردم جلب افکار عمومی یکه، یعنی علارغم این که ممکنه سیاست مداران به منافع ملی خودشون وقتی فکر میکنن که خب درست هم هست، طبیعی هم هست، این اشکال از حکومت ماست که به منافع ملی توجه نمیکنه، ولی توجه به منافع ملی نباید به این قیمت تمام بشه که مردم ایران سرکوب بشن به این نحو هولناک و فجیع. و ما نه تنها میتونیم بحث ببینید یکی از دیگر از چیزایی که من بهش اشاره کردم، خونسا کردن استدلال های لابی های نظام هست. این باور بکنید انقدر این رژیم پیچیده شده در طول این 43 سال که شاید باور کردنی نباشه. همینجا ما در کشورهای غربی کسانی که داریم، حالا نایاک یه بخشیشه، لابی های دیگر که طرف استاد یه دانشگاه است و داره از منافع
رژیم حمایت میکنه و انقدر پیچیده حمایت میکنه که گاهی خود ماها هم ممکنه گول بخوریم، فریب بخوریم. بنابراین اینها حتی ممکنه بی‌حجاب باشن، تحصیلات بسیار بالا داشته باشن و قص الهازا، و نباید اجازه داد که این فریب رو و این پیچیدگی رو ببرن و مثلا خانم ایکس و ایگرگ میگن که خب آره کشور ایران هم خیلی تظاهرات عادیه، میرن تظاهرات میکنن جلوی پارلمان و اون چیزی که میخوان مطالباتشون مورد بررسی قرار میگیره، اگه درست باشه مثلا توافق میشه، در صورتی که چنین اتفاقی نمیفته. تا یه حدی مردم اعتراض میکنن، میرن تو خیابون، مطالبه جو هستن، اما بلا فاصله بهشون شلیک میشه، بلا فاصله ماشین از روشون رد میشه، بلا فاصله بازداشت میشن، پاهاشون رو میشکنن، شکنجهشون میدن، آمپول نمیدونم چی بهشون تزریق میشه. مرگ های مشکوکی که اتفاق میفته، ما از ابتدا هم در جریان، یعنی در این با این تجربیات روبرو بودیم، تجربه زیسته ما به ما میگه که 43 سال جمهوری اسلامی مرگ و خفقان و نیستی و نابودی و سناریوهای بسیار هولناک و تراژیکه. اما این اصلا محدود نیست به اینکه ما چیکار کنیم، اما آن چیزی که از دست ما برمیاد همین مواردی که من خدمتتون عرض کردم. از من تمام. ممنون خانم غزلو. حالا ایشون باز یه اشاره تلویحی، در حال حاضر یک اطلاعیه از طریق از جانب پژوهشگران و دانشمندان خارج از کشور با این عنوان منتشر شده که حالا از نظر من متاسفانه این انقلاب رو در حد اصلاحات تنزل دادن و یکی از مواردی که بحث همون لابی جمهوری اسلامی توی دانشگاه هاست. آقای انصاری نژاد، در خدمت شما هستیم. سلام و عرض ادب و احترام. صدای من را دارید جسارتاً؟ بله بله اوکی. بله، سلام عرض ادب و احترام خدمت دوستان گرامی و بزرگواران حاضر در جلسه. به علت ضیق وقت من خیلی سریع نظراتم و خدمتون عرض میکنم. در خصوص سؤال جناب عالی که فرمودید منافع ملی در تضاد با حقوق بشر، به نظر من بله، منافع ملی بعضی از کشورها در سالهای اخیر در تضاد با حقوق بشر بوده. فکر میکنم من توی این مجموعه که الان در خدمتتون هستم، من 5 ماه از ایران خارج شدم، یعنی هنوز من تو حال هوای ایران هستم، تو حال هوای تحریم هستم، تو حال هوای خفقان هستم. من تازه از ایران اومدم، میدونم مردم اونجا الان چی میکشن، یعنی هنوز من حس میکنم اونجا هستم. حالا چرا میفرمان که تحریم ها؟ خب نظرشون هم بسیار محترمه، من فقط میخوام تجربه شخصی رو بگم. دوستان میفرمایند که تحریم ها تأثیر داره. من به عنوان کسی که 24 سال توی بدنه بانک ایران کار کرده و از این 24 سال من 18 سال رئیس شعبه بودم و وام های ارزی میدادم، وام های مبادلات بین المللی، فایننس های مالی، چندین بار بانک ما تحریم شد، یعنی خود بانک تجارت تحریم شد و مستقیما ما با تحریم ها و تبعاتش سر کار داشتیم. تحریم ها چی بود نتیجهش؟ نتیجهش یک مثال خدمتتون عرض میکنم که ارز نیمایی به وجود اومد، ارز 4200 تومانی که به نفع دولت هم شد، یعنی نه تنها به ضررشون نشد که به نفعشون شد، اومدن یک اختلاس ها و ارتشای های بزرگی رو تو این ارزهای نیمایی را انداختن و به بهانه واردات مثلا دارو ارزهای 4200 تومانی رو میگرفتن و برای خودشون تجارت رو میداختن توی بدنه بانک. خب میدونید بزرگترین در واقع نماد اقتصاد، نماد مالی اقتصاد یک مملکتش بانک ها هستن دیگه. ما عملا توی بانک ها دیدیم که اینا تهدید رو تبدیل به فرصت کردن، یعنی الان قاچاق دارو توی ایران، ارز نیمایی توی ایران، همش تبعات تحریم ها بود. میان یه خط فایننس با چین یا روسیه ایجاد میکنن، از اونجا داروهای تقلبی وارد میکنن با قیمت بسیار ارزانتر به بهانه اینکه این داروها داروهای واقعی هست. به نظر من تحریم باید تحریم دیپلماتیک باشه. سفره مردم اگر کوچک بشه به چه قیمتی؟ تبعات بسیار زیادی داره. به چه قیمتی سفره مردم کوچک بشه؟ به قیمت اینکه بیماران انسولینی ما بیان پشت بیمارستان و بیمارشون در حال مرگ باشه ولی دارو نداشته باشن. و من صحبتم اینه، اگر دولت‌های خارجی فکر می‌کنن که با تحریم جمهوری اسلامی ایران، من اصلا با واژه تحریم موافق نیستم، چون که اونا پشت پرده در حقیقت دارن با هم زد و بند میکنن. چه تحریمی که
4 تا 5 هزار نفر از آقازاده ها به قول خودشون آقازاده زالوزاده ها توی خارج از کشور دارن تحصیل میکنن و زندگی میکنن. این چه تحریمیه؟ اگر تحریم میخوان انجام بدن، اگر من قول میدم به شما 3 ماه خودتون همه مستعذر هستید، تحریم دیپلماتیک کنن ایران رو، نه تحریم اقتصادی. تحریم اقتصادی برای کشور ثروتمندی مثل ما که نفت و گاز و نمیدونم اورانیوم و مس و فولاد داره، اگر بخواد تأثیر بذاره 50 سال دیگه تأثیر میذاره، چون ثروتمندیم استفاده میکنن از ثروتشون. شاید برای ایسلند، برای نمیدونم مالزی، برای اندونزی تأثیر داشته باشه، ولی برای یک کشور و سرزمین ثروتمندی مثل ایران تا الان فقط و فقط باعث شده که اینها تحریما رو تبدیل به فرصت کنن و متاسفانه دودش به چشم مردم بود. بسیار متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار. ممنون آقای انصاری نژاد. آقای رایی شنوا هستیم. بله خیلی ممنون. میبخشید من یه تلفن داشتم، صحبت‌ها رو نشنیدم. اینجا شنیدم که آقای منیری اگه درست یادم باشه فرمودن که چه راه‌حل‌هایی رو بنابراین اگه تحریم‌ها نه چه راه‌حل‌هایی رو میتوانن در واقع اتخاذ کنن قدرت‌های خارجی. من از خانواده فکری خودم راحل ها رو مطرح می کنم دیگه. 25 راحل وجود داره که اینجا براتون لینکش رو گذاشتم. این 25 راحل رو میتونن اجرا کنن و این 25 راحل نتیجه میده. تجربه ای هستش که در دنیا اتفاق افتاده. از صفحه 5 این روزنامه میتونید این رو بخونید. توجه داشته باشید که چرا با تحریم بعد آخر اون صحبت های خانم غزلو رو شنیدم که گفتن که مواظب لابی ها باید باشید. درست گفتن، اما چگونه میشه گول لابی ها رو نخورد؟ با حقوق کسی رو نمیشه گول زد. به محض این که ما راحل شبه حقوقی رو میدان بهش بدیم مثل همین تحریم ها و یا هر راحلی که حقوقی نیست میدان دادیم به دخالت قدرت داخلی و یا قدرت خارجی. قدرت دشمن حقوق هست، قدرت خوب نداریم و بنابراین دخالت های در واقع مسلط بر هر کشوری غلطه. به قول جورج واشنگتن، بشر 4500 ساله که رویش عوض نشده. این که نمیدونم در جنگ قدیم آب رو قطع کنیم که طرف تسلیم بشه و اینا، تحریم ها هم همونه، شبیه همونه. توجهتون رو به یک نکته جلب می کنم. به محض اینکه تحریم ها ایجاد شد، از حالا به علت تحریم ها و به علت فساد اقتصادی و به علت عدم مدیریت، قشر متوسط در جامعه ضعیف شد و قشر متوسطه که موتور حرکت های اجتماعی است. حالا فقط هم قشر متوسط نه، اما مهمه. مقاومت رو از دست در کارهای رژیم بگیریم ملتی تنبیه نشه صحیحه، میتونه صحیح باشه، میتونه حقوقی هم باشه. بگیم که آقا من این پولی رو که برای زندگی هست برای جنگ نمیدم به تو. جنگ حقوق نیست، صلح حقوقه. شما میخواد به جنگی، نمیدم به تو. اما از ملتی نمیشه گرفت، نمیشه ملت رو محکوم کرد. یادتون باشه دونالد ترامپ دو بار گفت ملت وحشی ایران، دو بار از این جمله استفاده کرد که مورد اعتراض تو خود همون امریکا هم واقع شد. بنابراین به بهانه اینکه من رژیم رو چیز میکنم، حالا دیگه مردم هم شدنی نیست. توجه ما رو به یکی از دوستان فکر کنم آقای کوشویان بودن که گفتن که تحریم، یا نمیدونم یا ایشون یکی از دوستان گفتن که تحریم حالا 5 سال 6 سال از سال از گروگانگیری سفارت امریکا در سال 58 تا حالا ایران تو تحریمه. بیش از 40 سال تو تحریمه، هی هم شدیدتر شده. توجه شما رو جلب می کنم، تحریم عراق که شد حتی قحطی در عراق پیش اومد، اما چجوری اون تحریم ها رو صدام حسین دور زد برای اون عده خاصی که می خواستن حکومت می کردن؟ یا این رژیم چگونه این تحریم ها رو دور می زنه برای بسیجی های خودش، حالا اونم نه به اندازه کافی، برای اون سران خودش که دریغ نمی کنه که مردم رو این وسط ضعیف می کنه. این تصور که هر چه خرابتر بشه بهتره در تطبیق هست با این درک رژیم که اوضاع که خراب بشه امام مهدی میاد. این فکر غلطه و این فکر غیر حقوقی است که من فکر کنم با خراب شدن درست میشه اوضاع، با خراب کردن درست نمیشه.
با تغییر حقوقی مردم، تا مردمی تغییر نکنن تو رابطه، تا مردمی نپذیرن که از جنس رژیم نباید بشن، اون موقع ما میتونیم تحریم بکنیم. حالا شما هی فشار ببینید اونایی که جوان‌تر هستن توجهشون رو جلب میکنن. موقعی که اوضاع رژیم خراب شد، کار به جایی رسید که زنهایی با اجازه شوهراشون دست به کارهایی میزدن، اعمالی میزدن برای اینکه پول بیارن تو مملکت، از جمله روسپیگری. اون موقع خیلی ها گفتن اوضاع دیگه اینقدر خراب شده که رژیم میفته، رژیم نیفتاد. پس خرابتر و بدتر و بدتر شدن مقاومت رو از بین بره. یک نکته به اینجا توجه داشته باشین، در رابطه با تحریم ها و همینطور انواع اقسام دخالت های قدرت های خارجی، یک نکته دیگه توجه داشته باشین که بسیار مهمه و اون این هستش که تجربه تمام این دوران بعد از انقلاب به ما نشان داده هرگاه فشار خارجی کم میشه در ایران جنبش میشه، هرگاه تهدید بشه، مدار بسته خشونت ایجاد بشه که این کارو میکنیم و میزنیم و میکشیم و نمیدونم این برنامه، جنبش ها در ایران خوابیده. پس برای اینکه جنبش در ایران گسترش پیدا کنه فشار خارجی لازمه کم بشه. بنابراین هرگاه دموکرات ها در امریکا بودن در ایران جنبش شده. اما توجه داشته باشیم این بار دموکرات ها در امریکا در زمینه تحریم تحت تاثیر جنای نئولیبرال امریکا قرار گرفتن و اینجا میتونن اون نقشی رو که دموکرات های امریکایی اون فضایی که در دنیا ایجاد میکردن داشته باشن میتونن این دفعه به طور کامل اجرا نکنن. فعلا به نظر میاد دارن اجرا میکنن. پس بنابراین فکر نکنیم که میتوانیم نوعی عمل بکنیم که بر اون رژیم رو در موضع خراب قرار بدیم. نکته ای که در اینجا الان به شما میگم که چگونه این رژیم از تحریم ها داره استفاده میکنه این هستش که داره این جبهه بندی جهانی به طرف روسیه و چین رو خودشو میکشونه و در توجه داشته باشین اگر در این جناح نتونسته از حالت مستبد در بیاد، در اون جناح بدتر مستبد خواهد شد و بنابراین میتوانه امکان ثروت پیدا بکنه از طریق اینکه در یک شبکه دیگه جهانی حالا توی 10 سال آینده وارد بشه و دوباره آش از نو مردم رو شکمشون رو سیر کنه و ساکت نگه داره. خیلی ممنون، مرسی. تشکر جناب آقای رایی. خانم بیژندی در خدمت شما هست. درود دارم خدمت همه دوستان و مهمانان گرامی. مرسی که این فرصت به من دادید. من خیلی کوتاه صحبتم رو میگم خدمتون و دوست دارم حالا اگر نظری باشه حتما بشنوم. اولی که راجب تحریم که صحبت کردیم، من خیلی از صحبتی که میخواستم بگم ما جناب آقای انصاری نژاد اگه اشتباه نکنم گفتن، ایشون و همچنان آقای رایی گرامی هم همینطور، و معتقد بر اینم که واقعا توی این همه مدت با توجه به دور زدن تحریم از طرف جمهوری اسلامی نه تنها جیبشون پرتر شده و سفره مردم کوچکتر شده، اتفاق دیگه ای نیفتاده. یعنی کاملا موافقم که این به نفع جمهوری اسلامی صورت گرفته. اما موردی که میخواستم بگم در مورد در واقع همین اعتراضات مردم خارج از ایران بود که اوایل من یادمه که تقریبا 7-8 روزی از اعتراضات که گذشته بود بیشتر صحبت از این بود که به سیاستمدارا و دولت‌های خارجی مردم حالا نامه نگاری کنن، ایمیل بزنن یا حتی اعتصاباتی کنن و به گوششون برسونن و خواهانه این باشن که شاید مثلا سفرهای ایران رو بتونن از اون کشورها اخراج کنن، در واقع سفارت ایران رو به رسمیت نشناسن. اما موضوعی که من امروز توی خبرها دیدم که دیدم در واقع نماینده ویژه آمریکا بود که صحبت کرده بود و گفته بود که سیاست آمریکا در قبال تغییر رژیم نیست، یعنی اینجوری عنوان شده که در واقع اگر که ایران به اصول حالا حقوق بشر و یه سری چیزهایی که حالا مشخصا نگفته بودن متعهد بشه، در واقع سیاست های آمریکا در مقابل اون سازگار هست و موافق تغییر رژیم نیستش در این مسئله.
و موضوع آخر این بود که میخواستم اگر که ممکنه خانم غزلوی عزیز محبت کنم، من راجع به نایاک میخواستم بدونم، با توجه به اینکه توی این همه مدت به هر حال توی تحریم ها سپاه پاسداران و ایران جزء در واقع تروریست ها بوده و سال گذشته یا شاید 8 ماه پیش بود فکر میکنم که وزارت امور خارجه آمریکا رسما اعلام کرده بود سپاه پاسداران تروریست هست و اقداماتش تروریستی هم اعلام شده بود که چه چیزهایی هستش از جمله قاچاق زنان و دختران بودن، و میخواستم بدونم که تا چه حدی نایاک در واقع چه کاری میتونه انجام بده و تا چه حدی تونسته این اقداماتی رو بکنه که بتونه به قول معروف شاید بگم لاپوشینی کنه و چه تأثیری گذاشته، با توجه به اینکه میدونه دولت آمریکا میدونه و یا سیاستمداران میدونن که اینجور هست. ممنون، مرسی که این فرصت رو به من دادید. ممنون خانم بیرجندی. من میخواستم از خانم غزلو بپرسم، اول سوال خانم بیرجندی رو سعی میکنم پاسخ بدن یا یه سوال دیگر بشنوید، حالا سوال یا مطلب دیگه. صدای بنده رو دارید خانم غزلو؟ آها صداتون، ببخشید عذر میخوام. شما بفرمایید. بله ببخشید. من اگه اجازه بدید دو مورد توی صحبت‌های دو تا از دوستان قبلی بودن، بعد سوال دوست عزیز رو خانم رو پاسخ میدم. موردی که من متاسفانه چون از نزدیک نگاه نکردم نام رو، دوستی که گفتن رئیس بانک بودن و اشاره کردن به اینکه در واقع تحریم ها به نفع رژیم بوده و اونها تونستن که از این یک کلاه نمدی ببافن و این حرفا و برن و داروها رو به چند برابر قیمت. من باید خدمتتون عرض کنم که این بخشیش متاسفانه دروغ بزرگی بود که خود نظام و حکومت گفت. همین الان هم که داریم حرف میزنیم بعد از تحریم ها، در واقع پس از گروگانگیری سفارت آمریکا شروع شد تا اکنون، هرگز و هرگز دارو و کمک های انسان دوستانه توی لیست تحریم ها نبوده و این نظام جمهوری اسلامی بوده که همیشه محروم کرده مردم خودشو و یکی از شاخص‌ترین اونها عدم ورود واکسن برای مردم بوده که به دستور مستقیم خامنه‌ای بوده و اتفاقا همتون هم بدونین که بخشی از در واقع وکلا که این رو به صورت دادخواست ارائه دادن، الان هم همشون هم زندانن که چرا خامنه‌ای به خودش چنین اجازه داده که همه مردم ایران رو محروم کنه و این همه کشته کووید 19 از بابت اینه. بنابراین اصلا هرگز دارو و کمک های انسان دوستانه جزء تحریم نبوده و این نظامی که داره از این اخبار در واقع به نفع خودش سود میبره که اینا ربطی به این نداره. شما دارید به یکی پول نمیدید، به یکی نمیذارید قضا برسه، به یک اجدها نمیذارید قضا برسه، ما نمیتونیم بگیم تزریقش کنیم، تغذیهش کنیم، قضا هم بهش بدیم. خب اینو چجوری میخواییم باش مبارزه بکنیم؟ در واقع بخشی از مبارزه بزرگ همین تحریم های اقتصادیه، ولی او زمانی که میره این رو به نفع خودش استفاده کنه اونو باید افشا کرد، اونو باید به جهان برد و به مردم ایران گفتش که خیر اونها دارن از این بابت سوء استفاده میکنن. یه بخش این که این مسئله به اصطلاح تحریم و عدم ارتباط با جهان غرب موجب شده که روی کردش بره به طرف چین و روسیه. آره این کارو کرده، اما اگر شما بررسی بکنید تو این مدتی که در واقع روی کردشو پیش و پیش میبره، این در واقع حکومت اسلامی ایران بوده که به خاطر موندن و بقاش داره باج میده به این کشورها. خود چین هنوز خیلی از در واقع چیزایی که ایران میخواد انجام نمیده و اونو منوط به بسیار از شروط کرده و اونجایی که منافع بین المللیشون چه چین و چه روسیه هست کاملا در برابر نظام میستن، در حالی که استراتژی من نمیخوام حمایت کامل 100% کنم، ولی امپریالیسم 50 سال پیش ما نداریم. ما باید متوجه آپدیت شدن تمامی سیستم ها و ساختارهای اقتصادی جهان باشیم. استراتژی غرب امروز مبتنی بر وین وینه. ما میبینیم که حتی چه مناسباتی با ویتنام داره که و یا با ژاپن داره که
یعنی سمبولیک دیگه دشمنی اینها اون ویتنام و این هیروشیما. ولی میبینیم که استراتژی اقتصادی امروز مبتنی بر وین وین، یعنی برد برد دو طرفه. اما چین و روسیه همچنان همون بحث قدیمی رو دارن، کلاسیک رو دارن و منافع خودشون در درجه اوله. و تا زمانی که، یعنی لحظه ای که اون منافع بین المللشون به خطر نیفته در کنار ایران، هم بازم به نفع خودشونه. یه مورد اخیر هم همون برجامه که خود روسیه گفت تا زمانی که منافع روسیه به طور مستقیم تامین نشه توافق برجام نباید بشه. حالا اگر ببخشید این سوال خانم دوباره تکرار بشه من ممنون میشم، چون این دوتا انقدر روی اعصاب من بود که دیگه تاثیر گذاشت. شرمنده. مرسی خانم بیرجندی. راجب نایاک بود و اینکه ایران رو در لیست تروریست، یعنی سپاه پاسداران گذاشتن. ولی بله ببینید الان یک اشاره یک دوستان کردن که لیستی از پژوهشگران. من تو حرفم هم گفتم متاسفانه لابی های رژیم آدم های سطح پایین و معمولی نیستن، استاد دانشگاهن، تحصیلات بسیار بالا دارن، رژیم جمهوری اسلامی بسیار پیچیده شده و تأمین مالیای آنچنانی اینها رو وادار میکنه که نظام رو در واقع طیب و طاهر تحویل غرب بدن. میرن مثلا ما میبینیم توی این جلسات مختلفی که خوشبختانه از رسانه پخش میشه، میبینیم که اینها چطوری رژیم رو در واقع میشورن از گناهانش و مثلا میگن که مردم ایران خوب اعتراض میکنن مثل کشورهای خارج که ما اعتراض میکنیم، در حالی که اصلا اینجوری نیست. این که ما به چه روشی باید این لابی ها رو در واقع افشا بکنیم یا ترفندهاشون رو پیش کشورهای غربی رسوا بکنیم، دقیقا همون کاری که خودشون میکنن. یعنی این که ما باید مدام در تماس باشیم، این فیلم ها، گزارش های مستند موثق رو ترجمه کنیم، وقت بگیریم و به اینها نشون بدیم، از اونها بخوایم که توجه کنن، توجه کسانی که در واقع سلبریتی و شاخصهای فرهنگی، ادبی، اساتید دانشگاه توی کشورهای غربی، نه لابی ها، جلب کنیم تا بتونیم بگیم که بابا اینها منافع دارن. مثلا تو کانادا بسیاری از اینها تو کانادا هستن، یا خیلی از کسانی که به نوعی وابسته به نظام هستن تو دانشگاه مکگیل دارن درس میخونن. مکگیل دانشگاه بسیار ترند بالاییه و اینها دارن اونجا درس میخونن. این که طرف استاد یه دانشگاه است، این که دانشجوی رتبه بالای یک دانشگاه مثل مکگیله، دلیل نداره که اینها آدمای خوبی باشن. منافع، ثروت‌های، اون چیزایی که آنچنانی که به اینا میرسه متاسفانه باعث میشه که نونشون رو تو خون این مردم بزنن و ما باید از هر طریق ممکن که در صدر اون ارتباط با پارلمانتاریست ها و سیاست مداران به هر قیمتی، یعنی ما باید خودمون رو تحمیل کنیم به اینا. و این همه خوشبختانه فیلم و علارغم قطع اینترنت، این همه فیلم و گزارش مستند که داره به ما میرسه، ما باید اینها رو مستند کنیم، ترجمه کنیم و توی ملاقات ها، توی ایمیل ها ارسال کنیم و به اینها بگیم که داره چه چیزی توی ایران میگذره. خوشبختانه بخشی از صدای مردم ما به گوششون رسیده. فقط یک نکته دیگه، من دوست قبلی انگشت اتهام رو نباید به سمت مردم دراز کرد. ما نباید بگیم که مردم مقصرن، مردم خرابن، مردم میرن روسبیگری کنن که فلان. خیر، مردم ما امروز به تمام این سالیان نشون دادن، امروز به طور خاص نشون دادن و به ویژه نسل جوان ما نشون داده که بسیار عمیقانه آگاهه. همین امروز فیلم نیکا شاکرمی منتشر شد که توی این اعتراضات اتفاقا حالت رهبری داشته و شعار میداده، روی سکوی بوده و دیگران داشتن جواب میدادن. اینها واقعا شوخی نیست. فیک باور کنید به نسل جوان ما. فکر نکنید که این که بیر اون بالا و شعار میده اینها رو شناسایی میکنن، بعد میکشن، بعد میگن خودکشی کرد، بعد مادرش و خانوادهش وادار میکنن بیان بگن این سابقه خودکشی داشته. مرسی. امیدوارم پاسختون داده باشم. ممنون خانم غزلو. خانم جهانبین در خدمت شما هست. خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و ممنون بابت جلسه خوبی که برگزار کردین.
من یه سوالی داشتم از مهمان عزیزمون در مورد حمایت کشورهای غربی نیستش. من مستقیما با خود سازمان ملل در واقع روی صحبتم هست و ادارات و اون نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل و به خصوص سازمان یونیسف، به خاطر اینکه این سازمان وظیفه حمایت از کودکان رو داره و بر اساس اینکه ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده، حالا تحت شرایطی اون رو پذیرفته، ولی پایبند هستش به 90% اون کنوانسیون. الان اتفاقی که داره میفته، نسل جدید که ما اونا رو به عنوان دهه 80 میشناسیم، اکثرشون زیر سن قانونی، یعنی زیر 18 سال هستن و متاسفانه دارن سرکوب میشن، کشته میشن، بازداشت میشن و یه سری حداقلش اینه که شکنجه روحی روانی میشن، یا به نوع دیگه ای از همین کودکان استفاده میشه به عنوان نیروی سرکوبگر، به عنوان یک شخص بالغ بسیجی، یعنی در قالب یک شخص بالغ بهش دیده میشه. و چیزی که برای من عجیبه اینه که چرا سازمان یونیسف هیچ صحبتی نمیکنه، با وجود اینکه الان 3 هفته گذشته، 21 روز گذشته، وقتی که حتی وارد سایتش میشی در مورد کودکان آفریقایی، در مورد کودکان جنگ زده اوکراینی صحبت میکنه، اما هیچ اشاره‌ای به کودکان ایران نمیکنه. و نمیتونیم من بگیم که نشنیده، نمیدونه، به خاطر اینکه تمام این فیلم ها، این مدارک مشخصه و حتی خودشون اصلا نماینده ایرانی دارن و وقتی هم که نماینده ایرانیش تحت فشار قرار میگیره میگه ما داریم یه کارایی میکنیم، اما با گذشت 21 روز هنوز اتفاق نیفتاده، حتی یه بیانیه ندادن. اینو ممنون میشم. چرا روی کرد باید اینجوری باشه؟ چرا سازمان هایی که در واقع اسم حق بشر و رعایت حقوق بشر رو یدک میکشن، اونها چرا ساکتن؟ حالا کشورها به خاطر منافع خودشونه، امروز ممکنه باشه، فردا ممکنه ضد یه جریانی باشه، اما سازمان هایی که به هر حال وظیفه حمایت از همه مردم فارغ از هر گونه تبعیض رو دارن، چرا خیلی وقتا ساکت میشن؟ مرسی، میکروفون در اختیارتون. ممنون خانم جهانبین. خانم غزلو، از دارید مستقیم پاسخ بدید یا سوال بعدی هم بشنن. این که چرا یونیسف و خیلی از نهادهای بین المللی در مقابل بسیاری از این نقض حقوق کودکان، خانم جهانبین مخصوصا، تاکید کردن، چرا ساکتن؟ ممنون میشه. ببینید، واقعیت این استش که ما با یک حکومتی در ابتدا، من این مجبورم این توضیح رو بدم و این تصویری که به هر حال هممون میدونیم، فقط صرف یاداوریه، ما با یک حکومتی طرف هستیم که همین الان، همین امروز، آقای عبداللهیان میاد میگه که اگر بخواد کشورهای دیگر، کشورهای غربی که دارن اعتراض میکنن، بخوان به اعتراض کنن یا حمایت کنن از معترضین، ما به یه نوعی دیگه برخورد میکنیم. در تمام این مدت این حکومت ترور رو اشاعه داده، ترویج کرده و تهدید میکنه، یعنی نه تنها مردم خودش رو در داخل تهدید میکنه، بلکه کشورهای دیگر هم تهدید میکنه. ببین، تهدید هم عمل کرده، یعنی شوخی نداشته. چرا؟ بلکه جوهره وجودی این حکومت اساساً قتل و کشتار و ترور و ایجاد اختشاش و رعب و وحشت. به نوعی متاسفانه همین ترور باعث شده که بیشتر کشورهای غربی، یک، به واسطه این ترس از اینکه این رژیم که بمب میندازه، نمیدونم پهپادشو میفرسته، نمیدونم فلان کارشو میکنه یا تروریستاشو میفرسته، که نشینن که مثلا تا الان 540 تا فقط از مخالفین خودش تو خارج از کشور ترور کرده، به اضافه اینکه منهای اینکه خیلی از چه میدونم مثلا غربی ها رو یا مخالفین و یا آمریکایی‌ها رو این برابر کشته. بحث اینه، این یه جنبه قضیه است. یه جنبه قضیه دیگه اینه که به حال این سازمان ها اگه حتی محکوم هم کنن که باید بکنن، قدرت تضمین اجرایی ندارن. و سوم اینکه متاسفانه اگر شما در تمام این کنوانسیون ها و تعهد های بین المللی نگاه بکنید، ایران همیشه با قید اگر مخالف مثلا قوانین داخلی ما نباشد، که قوانین داخلی داخل پرانداز شریعت اسلام است، امضا کرده.
اشتباه از ابتدا این بوده که اجازه بهش داده شده که چنین شرطی رو بگذاره. قوانین شریعت اسلام چی میگه؟ میگه شما میتونید با کودک نوزاد دختر تفخیز کنید. نمیدونم معنی تفخیز رو میدونید یا نه، یعنی سکس داشته باشید، یعنی لذت جنسی ببرید. خب یعنی وقتی که این کارو میکنه شما چه انتظاری میتونید داشته باشید؟ وقتی دختر 9 ساله، اگر به ایرانی رو بگیم که اگه عربیش رو بگیم تازه نمیرسه به 9 سال، میشه 8 سال و مثلا چندان 9 ماه، شما میتونید باش ازدواج بکنید، اون میتونه بچه دار بشه. و بر اساس همین قانون دختر در واقع 9 ساله شامل مجازات‌های کیفری میتونه باشه، یعنی میتونه اعدامش کنن به دلیل چه میدونم هر مجازاتی، اگه مثلا یه قتل رو باعث بشه. اینا خیلی خنده‌دار و مسخره است البته، ولی اینها واقعیتایی که تو قوانین جمهوری اسلامی هست و تمام تعهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌های بین‌المللی رو با این شرط امضا کرده، یعنی خود به خود از اول نفی کرده همه اونها رو و فقط یک فرمالیته رفته یه امضایی کرده. بنابراین هر جا هم که کشورهای در واقع غربی اعتراض کردن، من خودم در یکی از این جلسات توی جلسه اصلی ژنو مقر اروپایی سازمان ملل توی ژنو بودم که اونجا پارلمانتاریست اروپایی کشور اسکاندیناوی اومده بودن در رابطه با اعدام ها اعتراض میکردن. نوبت به نماینده ایران رسید، نماینده ایران گفتش که خب ما اینا قاشق چیز میکنن، مواد مخدر میکنن، میخواین ما نکشیمشون مواد مخدر رو بفرستن کشور شما؟ یعنی ببینید چطوری میپیچونن مساله رو. اصلا ما توی همین سال اخیر دیدیم در چند موردی که مقادیر زیادی مواد مخدر کش شده از طرف خود سپاه پاسداران، یعنی عوامل اونها بوده که اینو داشت تو اروپا میبرده بخش کنه. بنابراین ما با یه رژیم پلید هولناکه که سناریوهای ژانرهای وحشت رو اجرا میکنین، شما حتی اینا رو توی فیلم های وحشتناک هم نمیبینید این چیزایی که اینا اجرا میکنن. بنابراین متاسفانه باید البته فقط فشار آورد، همین، یا به یونیسف یا به سازمان ملل و غیره باید از طرق مختلف فشار آورد، ولی واقعیت و تصویری که در برابر ماست اینه. از من تمام. ممنون خانم قزلو و خانم جهانگیر. آقای شایگان در خدمت شما هست. درود مجدد. انقدر حرف تو حرف اومد که من چند مورد شد سعی می‌کنم کوتاه بگم، ببخشید. مورد اول در مورد تحریم‌ها بود که بعضی از دوستان من شنیدن گفتن که مردم آسیب می‌بینن. تحریم‌ها چه ربطی به مردم داره؟ من زمان پهلوی تحریم بود، مردم آسیب می‌دیدن همیشه، از نظر بهداشت، از نظر حقوق، اثر نظری مزیقه بودن. پس تحریم‌ها رو دولت می‌خواد که مردم آسیب ببینن. مثلا یک مثال بزنم، یا فکر کنم خانم بیرجندی بود گفتش که نه نمیدونم کدوم یکی از عزیزان بودن گفتن یونیسف و اینا، سازمان ملل برای احیای دریای ارومیه، دریای ارومیه بودجه به دولت ایران داده، به جای اینکه دریای ارومیه رو احیا کنه حضرات رفتن خودرو وارد کردن که جیب خودشونو پر کنن. خب اینا چه ربطی به مردم داره؟ وقتی دولت مردم خودشون میخوان که مردم رو تحت فشار بذارن، یعنی مردم رو به عنوان یک ابزار میبینن در واقع. در مورد نایک و این مسئله صحبت شد، من میخوام اینو بگم که آیا دولت‌های غربی نمیشناسن واقعا؟ به جای اینکه بیان از نایک مشاور بگیرن، آیا نمیتونن از احمد شهید یا همکاران ایشون مشاور بگیرن؟ آیا نمیتونن از سازمان‌های حقوق بشری مشاور بگیرن؟ پس میدونن و میشناسن. اینکه چرا نمیخوان و چشماشون رو بستن، گوشاشون رو بستن، خب دلیلش رو باید از خودشون بپرسیم. مورد آخر هم در مورد صحبت آقای رایی که گفتن که در زمان جمهوری خواها جنبشی اتفاق نیفتاده، ولی من میگم افتاده سال 96 و 98 در زمان جمهوری خواها جنبش های خیلی بزرگی هم اتفاق افتاده. آقای رایی توی ایران اینو مد نظر داشته باشید. ممنونم و ببخشید که زیاد صحبت کردم. ممنون آقای شایگان. حالا من با اجازه بقیه دوستان اشاره میکنم به، یعنی یه جنبندی میخوام داشته باشم روی صحبت آقای شایگان و صحبت پیشین خانم قزلو. من با صحبت آقای شایگان تا یه حدودی موافقم،
میخواستم بگم که خانم قزلو فرمودن که با مسئولین و سردمدارا مکاتبه بکنیم و با صحبت آقای شایگانم از یه طرف موافقم که اینها میشناسن این اشخاص رو و رویه های سیاسیشون رو. آیا حالا در ادامه صحبت آقای شایگان، آیا بهتر نیست که ما در واقع چهره های اینها رو به عموم بشناسونیم، به سلبریتی ها که از طریق افکار عمومی بخوایم به این گروهک ها و این لابی ها فشار بیاریم؟ حالا خانم قزلو، حالا اول از همه خود آقای شایگان فهمیدن که یعنی واقعا دولت های غربی این لابی ها رو نمیشناسن و از یه طرف هم صحبت من شما فرمودید مستقیم با خود سیاستمداران مکاتبه بکنیم. من عرض کردم که از طریق افکار عمومی این کار رو انجام بدیم. ممنون میشه این نظرتون رو بشنویم. مرسی. ببینید، واقعیت این استش که من یه مثال میزنم. روز گذشته در پارلمان کانادا نمایندگان مجلس کانادا 4 بار از نخست وزیر اون کشور پرسیدن که آیا سپاه پاسداران را شما تروریستی میدانید یا نه، چون میدونیم که به حال این سپاه در لیست تروریستیه و او هر بار به نوعی از پاسخ صریح آره یا نه خودداری کرد. ببینید، واقعیت اینه که تمامی این کشورهای غربی در درجه اول به منافع خودشون فکر میکنن و من تا کنون این رو توضیح دادم که به چه دلیل و چگونه. اما در مورد لابی های رژیم، خیر، اینجوری نیست که اونها رو بشناسن، یعنی بدونن این لابی رژیمه. چرا؟ برای اینکه اینها بسیار پیچیده برخورد میکنن. اینجوری نیست که یه تابلو یا یه دونه پلاک اینجاش بزنه بگه من لابی رژیمم، اومدم از رژیم دفاع کنم و اونا بگن اوکی بیا بشین با هم حرف بزن. اصلا اینجوری نیست، امروز اینجوری نیست و به قدری پیچیده اینها. یعنی شما الان بلند شید برید توی اتاقهای یعنی مثلا اتاقهای کلاب هاوسی یا غیره، اینایی که به نوعی همچنان اصلاح طلبی هن، مثلا الان بحث رفراندوم رو مطرح میکنن. رفراندوم مثلا چه دردی از این مردم دوا میکنه که دوباره همون بحث رأی من کو میخواد دوباره ایجاد شه. ببینید، اینها هر دفعه ترفندهای جدیدی دارن و باید ما هم درست به موازات اونها خودمون رو پیچیده کنیم، استراتژیهای نوتری داشته باشیم، تلاش کنیم. یعنی نگیم که خیلی خوب حالا یه چیزی میشه دیگه. نه، اصلا اینجوری نیستش. واقعیت اینه که ما باید تلاش کنیم هر لحظه چهره های اینها رو، ترفندهاشون و تاکتیکهاشون و اینکه به چه وسیله دارن رژیم رو میشوین، تطهیر میکنن رو، هم برای مردممون و هم برای سیاستمدارا. البته در رابطه با سیاستمدار غربی، ضمن اینکه در واقع ما این کلاریفای رو میکنیم، یعنی میخوایم بگیم اینجوریه، روشن کنیم، در برابر افکار عمومی قرارشون بدیم و وادارشون کنیم بر اساس مسائل قانونی حقوقی، وقتی بدونن که شما آشنایید با این چیزا، نمیتونن بگن نه. میتونه مثلا نخست وزیر کانادا سکوت کنه، ولی همین سکوتش فضاحت باره. همینا باعث میشه. ببینید، خوبی کشورهای اینجوری اینه که هر 4 سال یه بار یه براندازی میشه بدون کشتار و خونریزی و تمامی رأی ها، اکثریت رأی که میارن یه 51% و یکی 49% به طور بالانس و حدودی نسبی دارن میگن. بنابراین ما میتونیم از همین ساختار همین سیستم دموکراتیک استفاده کنیم به نفع جنبش مردم خودمون و ببینیم که چطور میتونیم قدم برداریم، چطوری چهره های فقط نایاک نیست. نایاک یکی از چیزایی که خیلی دیگه مشخصه. به قدر اینا مثلا در قالب انجمن‌های فرهنگی، کتابخونه‌های فلان، نمیدونم مؤسسه‌های چنان ادبی، انتشارات فلان، در قالب تمام اینا دارن فعالیت میکنن و بودجه بسیار هنگفتی دارن میگیرن. ما از این طریق میتونیم این کار کنیم. یک موردی که یه دوست عزیز در رابطه با تحریم گفت، من به عنوان یه بخش به اصطلاح تبصره آخر توضیح بدم، این استش که ببینید، این تحریم ها اگر هم نبود، باز هم به نفع مردم ما نبود. چرا که میبینیم که
بلافاصله کمترین پول ایران، مثلا در رابطه با نازنین صابری، پولی که متعلق به مردم ایرانه و از زمان شاه طلبکار بوده ایران داده میشه، این پول کجا خرج شد؟ بلافاصله به گروه های نیابتی تروریست در تمام جهان ارسال شد. بقیه داستان هم همینه، یعنی درآمدهای نفتی، درآمد همون نفت هایی که یواشکی توی آبهای آزاد به ونزوئلا غیره میرسونن، به کشورهایی میرسونن که با کمترین میزان در واقع چیز اینا میخرن. اگر توی اوپک مثلا 50 پوند اینا میخرن 5 پوند، این پولش کجا میره؟ باید بدن به حسن عبدالله، اگه اسمش هم درست بگم، رهبران حزب الله، رهبران نمیدونم چچه، نمیدونم یمن، کجا کجا، تا بتونن با جنگ افروزی خودشون رو نگه دارن. بنابراین با لغو تحریم همین آش و همین کاسه است، یعنی مردم ما روز به روز در وضعیت بدتر قرار میگیرن. چنان که خود خامنه‌ای تعریف کرد، گفتش که ما دنبال ملت نیستیم، ما دنبال امتیم. به تعریف کرد امت کیه؟ مسلمانان معتقد شیعه هوادار حکومت. متشکرم. ممنون خانم غزلو. آقای انصاری نژاد، در خدمت شما هستیم. سلام عرض ادب مجدد خدمت دوستان و با تشکر از سرکار خانم غزلو بابت پاسخهاشون. منم رو همین چند مسئله خیلی کوتاه نظرم میگم خدمتتون. خب در حقیقت سرکار خانم غزلو سحر روی همون صحبت من گذاشتن. منم میدونم دارو تحریم نیست، من که میگم دولت ایران داره تهدیدها رو تبدیل به فرصت میکنه. با این تفاوت که از قبل تحریم ها بیشتر دزدی و اختلاس و ارتشا میشه. و جواب سال دومم هم نگرفتم، واقعا تحریم دیپلماتیک موثرتره یا تحریم اقتصادی؟ چجور میشه که یوگسلاوی صربستان به بوسنی هرزگوین حمله میکنه و تیم فوتبالش محروم میشه از بازی ها و دانمارک جایگزینش میشه، همه روابط قطع میشه، ناتو بهش حمله میکنه؟ چجور میشه که روسیه تمام ارتباطاتش رو با دنیا قطع میکنن، ولی چجور میشه که هر زمان مردم ایران حکومت میکنه، هر زمان مردم ایران اعتراضی دارن، هیچ گونه حمایتی نمیشه؟ به نظر من دولت های در حقیقت اون سوپر پاور کانتری ها، یعنی همون ابرقدرت ها، دارن وسط بازی میکنن. بازی یعنی یکی به نعل میزنن، یکی به میخ میزنن. هم میخوان خودشون رو طرفدار دموکراسی نشون بدن، هم از اون طرف به خاطر وضعیت ژئوپلیتیک ایران توی میدل ایست، خاورمیانه، نمیخوان بازار خاورمیانه رو از دست بدن، نه بازار نفت، نه اسلحه، نه چیز دیگه. من نظرم اینه که ما الان تنها هستیم و فقط یه شعر از فردوسی میخونم ختم میکنم صحبتامو. فردوسی میگه چه خوش گفت فردوسی اندر نبرد، چه یک مرد جنگی، چه یک دشت مرد. ما تنها کاری که از اون میاد اینه که با این تنهایی که الان داریم، ایرانیان خارج از کشور و ایرانیان داخل، اعتراض مستمر، ممتد و بدون کوچکترین ناامیدی رو استمرار بدیم، ادامه بدیم برای تحریم دیپلماتیک ایران و رسوندن صدای اعتراض مردم ایران به تمام دنیا. خیلی ممنونم ازت. ممنون آقای انصاری نژاد، مرسی. آقای رایی، در خدمت شما هستیم. بله، خیلی ممنون از دوستان گرامی صحبتهایی که مطرح میکنن، چون این صحبتها در اندیشیدن کمک میکنه، همشون با ارزش هستش و نقد کردن بر اونها هم در واقع همین کمک کردن به اندیشه هست، مخالفت ورزیدن نیست، بلکه در این اندیشیدن هر کدوم میتونیم نظرات خودمون رو در واقع تغییر بدیم یا اینکه اصلاحش کنیم و یا اینکه تایید کنیم. چند نکته رو من در اینجا مطرح میکنم. اولین نکته رو خانم قاجارلو مطرح کردم و اون این هستش که امپریالیسم الان امپریالیسم 50 سال پیش نیست. این نظر ایشون غلطه به نظر من. یعنی ایشان قدرت جهانی رو معتقدن که تعدیل پیدا کرده، همچین چیزی نیست. از خود امریکا شروع کنیم. در خود امریکا دو تا سیاست وجود داره. موقعی که
دموکرات ها میان برنامه هژمونی بر دنیا رو دارن، یعنی که ما تصمیم میگیریم تصمیمات خودمون رو با دوستان خودمون هم شریک شرکای اروپایی خودمون میگیریم و یا شرکای اروپایی امریکایی خودمون میگیریم و اعلام میکنیم و اجرا میکنیم، هژمونی خودمون رو بر دنیا تحمیل میکنیم. ما این که اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس رو کنترل میکنیم، بنابراین دنیا رو کنترل میکنیم. یک نظر دیگه در امریکا هست که باز شدیدتر از این جنای نیوکانهای امریکا هستن که معتقدن که نه، امریکا هژمونی نه، امریکا دنیا رو مسلطه و پیش میبره و حتی به دوستای خودش هم مشورت نمیکنه، به اونا اعلام میکنه که چه تصمیم گرفته. شبکه جهانی قدرت یک شبکه‌ای هستش که در واقع در آن احتیاج به ژاندارم، احتیاج به نیروی نظامی داره که باز امریکاست. خود این دولت امریکا رو هم این شبکه جهانی قدرت به جایی رسیده که شرکت‌های فراملیتی دولت امریکا رو هم حتی خصوصی کردن، دولت‌های دنیا رو، کشورهای مسلط رو خصوصی کردن که هیچ، خود دولت امریکا رو خصوصی کردن. به عنوان مثال برای شما بگم، شرکت بلک روک هستش که تصمیم میگیره که بانک‌ها چطور عمل بکنن، مافیاهای صنعت نظامی امریکا به خود امریکا اسلحه امریکایی رو سه برابر قیمت زمان ترامپ فروختن. بنابراین میبینیم که ما میگم قدرت خوب نداریم، دلیلش این است که قدرت شکل عوض میکنه. اما کجا میتونم حرف خانم باجارلو رو تایید کنم در این مورد؟ اونجایی که افکار عمومی تحمیل میکنه نظر حقوقی خودش رو به دولت ها، اونا عقب میشینن. کدوم افکار عمومی؟ افکار عمومی خود امریکا، افکار عمومی اروپا و افکار عمومی کشورهای دیگه در مراحل بعدی. در اروپا هم کدوم کشورها؟ کشورهایی که انقلابی بودن، فرانسه و آلمان. بیشتر از افکار عمومی تو خود اروپا به این دو تا کشور نگاه میکنن. اینها میتونن تغییر و تحول اساسی ایجاد کنن، کردن. برای اینکه بس بنابراین شبکه جهانی قدرت، حالا یک قسمت این، نکته دوم این هستش که ما هیچ عملی رو نداریم که هیچ اثری نداشته باشه. تحریم بکنیم اثر داره ولی اثر کامل نداره، تحریم نکنیم هم باز اثر داره، اثر کامل داره. هر دوش دو تا سیاست. این هیچ عملی نیست که بی اثر باشه، عملا همه با اثرن. اما باید به اثر بومرانگ توجه داشته باشیم. بومرانگ کمانی هستش که شما پرت میکنیم یا دوباره طرف خود. این گونه نباید بشه که تحریم میکنیم مردمی وسط ضرر بکنیم، این بومرانگ بندازین چیز بگیم مردم ضرر کنن. خب اگر رژیم ضرر بکنه مردم ضرر بکنن، بدترین ضرر رو زدیم. به این که حاکمیت مردم رو ضعیف کردیم. حاکمیت مردم نباید ضعیف کرد، به این که مردم هن که حاکم مملکت خودشون هستن. قدرت خارجی هم اگر حقوقی عمل نکنه حتما قدرت منفی هستش، قدرت گونه است در واقع. دست بنابراین توجه نکته دوم این هست. ببینید سیاست یک علمه، ما میتونیم نظرات مختلف داشته باشیم ولی لازمه علم سیاست رو خوب تمرین کنیم، بشناسیم. خصوصا علم برخورد با رژیم لازمه بشناسیم. نمیگم من این علم حتما دارم، اما همتون خودتون میتونید این کارو بکنید، ولی لازمه مطالعه کنیم و لازمه بدانیم و لازمه ما که نظری رو میدیم اون نظر خودمون رو فرضیه حساب کنیم و نقدهای در رابطه با اون رو بهش توجه کنیم. پس توجه داشته باشیم که هر رژیمی که میاد عملی رو انجام میده که میتونه مثبت باشه. اما یکی از دوستان یه نکته‌ای رو در مورد تحریم‌ها گفت این رژیم با اعتصابات میفته، یعنی تحریم رو از جنس اعتصابات دید. نه، من تحریم رو، اون تحریم و اعتصابات رو نگفتم. مردم حاکم یک مملکتن، مردم میگن من برای فعالیت میکنم برای حاکمیت خودم، جمهوری یعنی همین، حاکمیت خودم. موقعی که حاکمیت من به رسمیت نمیرسه، خب من چه کاری بکنم برای این مکان؟ اگه قرار من حاکمیت بکنم، اگر قرار من کار بکنم برای اونجا، بس وامیسم، یعنی اول دنبال حاکمیت خودم میرم. این اون تحریمی که اقتصادی است و نمیدونم سیاسی و این برنامه ها نیست. تحریم لازم است توجه، اگر تحریم رو بخوایم شکل حقوقیش رو قائل بشیم، به مردم به هیچ وجه تعلق نمیگیره، به عناصری تعلق میگیره که سرکوبگرن. اونها هم تو همون زمینه فقط تحریم میشه کرد، در همون زمینه. آقا شما این پول برمیداری خرج جنگ میکنی، جنگ نیابتی میکنی، اینجا این پول بهت نمیدم. اما نمیتونیم که سیستم پولی یک مملکت رو
تحریم کنیم. مثال بزنم، در مورد دارو گفتن دیگه، دارو گفتن که میشه تحریم نشود. درسته که تحریم نشده، اما سویفت بانکی سیستم ایران رو، پول ایران رو از سویفت بانکی خارج کردن، معاملات اقتصادی ایران از سویفت خارج کردن، به برابر این همین پول هم با زحمات زیاد وارد ایران، دارو هم با زحمات زیاد وارد میشه، تازه بعضیاش وارد نمیشه اصلا. حالا یک نکته دیگر رو اینجا من یادداشت کردم و اونو میخوام بگم، این که سازمانهای جهانی، خانم جهانبین مطرح فرمودن، چرا عمل نمی کنن؟ اول به یک نکته توجه کنیم، ما حقوق انسان داریم، حقوق دولت نداریم. سازمان جهانی، شورای حقوق بشر سازمان ملل و بعضی از شورای دیگر سازمان ملل دولت ها نماینده دارن. بنابراین اصلا خود این نهادها حقوقی نیستن، برای اینکه ما حقوق دولت نداریم. چرا حتی برای ملت‌های دموکراتیک هم مشکل پیش میاد؟ برای اینکه در کشورهای دموکراتیک هم دموکراسی نمایندگی داریم. دموکراسی نمایندگی دموکراسی ناقصه، یعنی من رأی میدم، نماینده من میاد، نماینده منم هر کاری که میخواد میکنه، برنامه‌های خودشم اجرا نمیکنه. این نقص دموکراسی نمایندگی هستش. پس بنابراین در دولت‌های ملت دولت‌ها هم این دقیق نیست که بگوییم دولت‌ها چون نماینده هستن در سازمان ملل هم نماینده ملت هستن، نه این گونه نیست. تمام نقص‌ها رو می‌بینیم. علت این که نهادهای جهانی درست در سازمان ملل درست عمل نمی‌کنن به این علت هستش که نماینده‌های واقعی مردم خودشون نیستن. به مردم حساب پس نمیدن، به دولت‌ها حساب پس میدن. شما حساب کنید شورای حقوق بشر سازمان ملل که نماینده دولت‌ها اونجا نشستن نمیتونن مثلا یک تصمیم حقوقی بگیرن علیه مثلا یکی از کشورهایی که بسیار هم مستبده. چرا؟ به این علت که زد و بندهای سیاسی بین خودشون هست. اگه بتونه بیشتر رأی بیاره جلوی اون تصمیم رو میگیره. بنابراین توقع از سازمان ملل به عنوانی که نقش اجرایی داشته باشه در حال حاضر امکان نداره. سازمان ملل اصلا ساخته نشده برای اینکه ساخته شده بعد از جنگ جهانی دوم برای اینکه تعادل قدرت‌ها ایجاد بشه. پنج کشور حق وتو دارن. آیا این حقوقی است؟ آیا به نفع ملت‌ها است؟ با همین حق وتوی خودشون یا تحمیل میکنن مسائل رو یا جلوی تحریم ها رو میگیرن، تحمیل هایی رو میگیرن. امریکا میخواد روسیه رو تحریم کنه، روسیه وتو میکنه. روسیه میخواد که چند تا کشور میخوان اسرائیل رو چیز کنن، امریکا وتو میکنه. چند بار امریکا بیش از 20 و چند بار من درست یادم نیست وتو رو اجرا کرده، کشور دیگر کدوم چند بار اجرا کردن. پس نکته بعدی این هستش که یه نقد وارده که آقای شایگان فرمودن و گفت، یعنی من طوری مطرح کردم که نقدی ایشون وارده و گفتن که شما گفتید در مورد جمهوری خواها در زمان جمهوری خواها جنبش نمیشه. نه، اگر من اینگونو گفتم اشتباه گفتم، الان دقیق میگم چه میخوام بگم. شرط پیروزی برای یک جنبش از جمله یکیش این هست که فشار کم بشه، اما ملتی هرچه مقاومتش زیاد باشه، قدرت خارجی میتونه جمهوری خواه باشه یا نباشه، میتونه به پیروزی برسه. اما جنبش های 96 و 98 به پیروزی نرسید. پیروزی نرسیدن از جمله علتاش این هستش که ترامپ تهدید میکرد و بنابراین نه تنها تقویت نشد، ضعیف شد. اگر ملتی وایسه و توجه نکنه به فشارها و جنبشش گسترش پیدا کنه، میخواد چه دموکرات باشه چه گسترش پیدا میکنه. اما تا حالا برای ایران این اتفاق تو دوران معاصر نیفته. انقلاب ما زمان دموکرات ها اتفاق افتاد، جنبش ملی کردن نفت همینطور. همینطور آمدیم جنبش رو ببینید، حتی جنبش سال 88 جنبش سبز ها هم زمان چیز بود، زمان دموکرات ها بود، اما ادامش کار کشید به جمهوری خواها، بازم پیروز نشد. البته اراده خود جنبش هم هست. نکته دیگه که باز میتونم اگر ببینم توضیحش طولانی میذارم دفعه بعد. رفراندوم و توان مردم. ببینید اگر مردم توان داشته باشن این رژیم رو بندازن، خب میندازن دیگه. اگر نداشته باشن رفراندوم که بشه، رفراندوم به نفع رژیم خواهد بود. در درون یک رژیمی که نمیخواد سقوط بکنه، رفراندوم میذاره که سقوط کنه، نمیذاره. پس بنابراین این شعار اصلا نقصش در خودش هست. یک نکته دیگه خانم، فکر میکنم الان یادداشت کردم، بله، غزلو مطرح کردن که بله ما باید تحریم ها رو جنبه های مثبتش رو بپذیریم، افشا کنیم سوء استفاده ها رو.
نه این هم باز شدنی نیست. تحریم بعد تحریم بده. با افشا کردن که خب رژیم که دست از کار خودش بر نمی داره که. مگه افشا نشده به اندازه کافی؟ مگه نمیدونن که این رژیم سوء استفاده میکنه؟ مگر نمیدونن استبداد سوء استفاده میکنن؟ مگر نمیدونن صدام حسین با اینکه قحطی در عراق افتاد اون پولا رو برای خودش نگه داشت و سقوط هم نکرد تا اینکه امریکا لشکرکشی کرد؟ پس لازمه این اثر بومرانگ رو در نظر بگیریم. این که سیاست ما بسنجیم کجا میتونه اثر بذاره، کجا این اثر بیشتر برای مردمه، اثر کمتر برای رژیمه. و توجه داشته باشیم ما همواره همه اعمال انسانی اثر گذارن، همه اعمال قدرت ها اثر گذارن. هر هیچ قدرتی، هیچ رابطه قدرتمدارانی مسلط زیر سلطه ای خوبتر و کمتر نداره. بله خیلی ممنون، مرسی. ممنون آقای رائی. آقای منفرد صحبت شما رو میشنویم، مرسی. عرض سلام دارم خدمت دوستان و مهمانان عزیز. دو تا نکته بود که از نظر بنده میخواستم خدمت دوستان عرض کنم، حالا دوستان میتونن بعدش اشتباه یا صحتش رو تایید یا رد کنن. یکی این که بحث تحریم، وقتی ما بیایم بهش نگاه کنیم، تحریم ها ایران به اندازه کافی راه های فرار رو داشته و بیشترین ضرر و بیشترین فشار رو هم روی سفره مردم ایجاد کرده و خود حکومت داره راه خودش رو میره. و وقت میام نگاه میکنیم توی فروش نفت، میاد از طریق فروش به افراد یا اشخاص یا شرکت های خصوصی، از این طریق مثل بابک زنجانی اینا فروش هاش انجام میده، در این بینم یه مقداری از اون وجوهات گم میشه و از این قبیل. ولی وقتی میام نگاه میکنیم بهترین گزینه بحث اعتصابات و نافرمانی مدنیه. ما اگر کتاب خاطرات جنرال هایزر رو نگاه کنیم میبینیم که ارتش حتی برای حرکت دادن خودروهای خودش گازوئیل یا بنزین رو نداشت و در آخر مجبور شدن که از عربستان دو تا نفتکش خریداری کنن تا بتونن حداقل ماشین‌های سرکوبشون رو حرکت بدن. دو این که موضوع بعدی که میخواستم خدمت دوستان بگم اینه که ما وقتی بخوایم با امید سیاستمداران اروپایی آمریکایی بشینیم، یه امید واهیه و آب در هاون کوبیدنه. وقتی میایم میبینیم که اسدی که توی دادگاه بلژیک محکوم میشه و بلافاصله یا به یه مدت خیلی کمتری توی مجلس بلژیک قانون تصویب میشه که استرداد مجرمی بین ایران و بلژیک اتفاق بیفته، این و میایم میبینیم دوستان عنوان کردن، تازه ترینش این بود که نخست وزیر کانادا 4 بار از ایشون پرسیدن آیا سپاه پاسداران یک گروه تروریستی هست یا نیست، با یک کلمه بله یا خیر تفره رفتن و اینکه نخواستن عنوان کنن. یعنی تنها چیزی که هست امید این به این که داشته باشیم سیاستمدارای خارجی بخوان کمک کنن، این یک امید اشتباهه. و چیز دیگه ای که میتونه باشه اینه که ما فقط به قدرت خود مردم اتکا کنیم. بیشک در بلند مدت ممکنه ما به این هدف برسیم و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. ممنون از شما. ممنون آقای منفرد. حالا با اجازه آقای کچویان و خانم بیرجندی. خانم قزل‌لو، صحبت‌های آقای رائی، آقای منفرد، بقیه رو شنیدیم. نقدی دارید روی صحبت‌های این دوستان که بخواید نکته‌ای رو اضافه کنید؟ ممنون میشه. ببینید، من هیچ وقت ادعا نکردم که تحریم به خودی خود موجب یا منجر به سقوط رژیم جمهوری اسلامی میشه، بلکه یکی از راهکارهایی که او رو تضعیف میکنه، چون نوع تحریمی که خوشبختانه در حال حاضر در رژیم جمهوری اسلامی هست، این رو در واقع به مردم ما کمک میکنه. من همونجوری که اشاره به تأکید کردم، اگر تحریم نشه درست مثل یک موجودیت
هولناک مخربیه که ما باید به این تغذیه کنیم یا نکنیم، این تصمیم رو بگیریم. اگر تغذیه کنیم این موجودیت خطرناک تقویت میشه، اگر تغذیه نکنیم برعکس. و این نیست که فکر کنیم اوکی اگر ما این موجودیت مخرب رو تغذیه نکنیم مردم آسیب میبینن. درسته که مردم آسیب میبینن، ولی این به خاطر تحریم ها نیست. یعنی ما موضوع رو از یه جنبه دیگه داریم میبینیم. چرا اساساً باعث میشه، باعث شده که این نظام جمهوری اسلامی تحریم بشه؟ چرا نمیگیم که جلوی این نظام رو باید گرفت که ترور نکنه، مردمش رو سرکوب نکنه، جنگ نیابتی را نندازه، دو کشورهای دیگه مثل عراق و عربستان و کیودینون دنبال بلوا و آشوب و اختشاش نباشه؟ چرا مخالفین خودش رو در کشورهای دیگه ترور میکنه؟ چه اینها رو باید تمرکز کنیم. یعنی نباید سفر رو برگردونیم و این برای قضیه رو ببینیم، بگیم خیلی خوب به این اژدها باید همچنان تغذیه کنیم که حالا مثلا چند نفری هم که این گوشه هستن به عنوان مردم اونا هم مثلا یه چیز، در حالی که ما اساسا نمیبینیم که اراده این حکومت مبنی بر تأمین اینها باشه. ما این همه اختلاس های کلانی که اعدادش حتی اگر این طرفی هم یعنی به دلار و کرنسی های این ورم تبدیل کنید وحشتناکه. پول هایی که اینا اختلاس میکنن به کشورهای دیگه میارن وحشتناکه. هیچ وقت ندیدیم که با اینها مقابله بشه. یعنی در واقع این تغذیه که اینا میشن یکی از راهاش از طریق عدم تحریمه، تقویت کننده این نظامی که بتونه به نیروهای نیابتیش، به سرکوبگرانش تغذیه بکنه. چرا الان به پیسی افتاده؟ ما الان میبینیم نیروهاش خستن، از بچه های بسیار کم سن داره استفاده میکنه، نمیتونه مثلا چند سال پیش نیروهای حزب الله و هشت و شبی و غیره رو بیاره، خیلی و خیلی از کارهای دیگه. خیلی از این ضعفی که الان داره دقیقا یکی از دلایلش تحریمه، ولی من هیچ وقت ادعا نکردم که صرف تحریم منجر به سقوط نظام میشه. اصل این جلسه مبنی بر حمایت از حق اعتراض بود که خب من نمیدونم چجوری شد که اصلا به اینجا کشیده شد که ما تقریبا یک ساعت داریم راجع به تحریم و عدم تحریم حرف میزنیم. بنابراین اگر یک راهکاری باشه واسه حمایت از حق اعتراض مردم، در واقع این چیزایی که من تا به حال گفتم. یک مورد آقای رائی عزیز، اگر اسمشون رو درست بگم، جمله من بسیار جور دیگه اصلا گفتن که من گفتم تحریم خوب تحریم بد، مثلا راجبی نرف نزدم، نگفتم تحریم بد را افشا کنیم، اصلا راجبی نرف نزدم، گفتم چهره های لابی های حکومت بسیار متفاوته، یکی از اونها نایاکه که مشخص شده، چهره های بسیار پیچیده در قالب مؤسسه های ادبی و فرهنگی، انجمن های ادبی، کتاب فروشی ها و کتابخانه ها، نمیدونم خیلی چیزای دیگه دارن و اونها رو در واقع ما به راحتی میتونیم با کد های مشخص شناسایی کنیم و اونها رو چهرهشون رو برملا کنیم و نذاریم با این ترفند ها وارد سیستم های حکومتی بشن و رژیم رو تطهیر کنن. مثلا راجع به لابی های رژیم حرف زدم تو این زمینه مشخص و نه تحریم. و به هر حال فکر میکنم که اون چیزی که باید در رابطه با دفاع از حق اعتراض مردم به عنوان کسانی که در این طرف کشور داریم زندگی، بیرون از کشور داریم زندگی میکنیم تا کنون حرف زدم، که یکی از اونها تماس با سیاست مدارات، ولی در درجه اول و در درجه اول و در اولویت جلب افکار عمومی، چون واقعیت اینه که کشورهای دموکراتیک بسیار تحت تاثیر افکار عمومی هستن، نه مطلقاً، گفتم بسیار. اگر که افکار عمومی موافق حمایت از در واقع اعتراض مردم باشه که این خیزش، این جلب حمایت بین‌المللی کرده، ما میتونیم تقویت کنیم و اون رو برای که بحث اجراییش دست سیاست مداران است، اون رو ببریم تو رسانه ها، ببریم توی پارلمان ها، وقت بگیریم با نمایندگان مجلس، با سیاست مدارا گفتگو کنیم، ایمیل بزنیم، گزارش ها و فیلم هایی که میرسه به زبان محلی کشوری که هستیم ترجمه بکنیم، اونها رو توضیح بدیم و خیلی بسیاری از راه‌های دیگه، لابی ها رو افشا کنیم، لابی ها رو ترفند هاشون رو توضیح بدیم و خیلی از راه‌های دیگه که به حال تا کنون
من اشاره کردم و نمیخوام اینجا دیگه دوباره وقت بگیرم. به هر حال خیلی ممنون، من یک ساعت وقت گذاشته بودم که در خدمتتون باشم. با عرض معذرت الان بیش از نزدیک تقریبا 2 ساعت هست که در خدمتتون هستم. بسیار خوشحال شدم از دعوتتون و اینکه در خدمت همتون بودم، در کنارتون بودم و امیدوارم که باز هم بتونیم بیشتر در کنار هم باشیم و بحث کنیم و با آرزوی موفقیت مردممون در این عرصه در واقع خیزش و مبارزش. مرسی از همتون. ممنون. اول با عزتون مجبورم که ترک کنم جلسه رو، واقعا میبخشید که نمیتونم تا آخرش صبر بکنم. نه خواهش میکنم، حالا نمیدونم، معمولا 2 ساعت بود جلسه همون، حالا به شما گفتن 1 ساعت، اما باز هم ممنونم از شما، مرسی بابت زمانی که گذاشتید. خواهش میکنم، بسیار ممنون و متشکرم. شب خوش. شب خوش. آیه کچویان، صحبت های شما رو میشنویم. ممنون. درود مجدد. من خواستم فقط 3 نکته رو خیلی کوتاه عرض کنم که وقت دوستانم خیلی نگیرم. نکته اول، جمهوری اسلامی ایران که مردمش براش مهم نیستن از سپر انسانی استفاده میکنه، میاد بمب اتم درست میکنه زیر خونه مردم، میره موشک میسازه زیر خونه مردم. خب آقای رای فرمودن که باید سرکوب کرد که سپاه پاسداران رو تحریم کنیم. خب خود سپاه الان بزرگترین بنگادار کشوره و با تمام بخش اقتصادی ایران درگیره. وقتی که ما سپاه رو تحریم کنیم، یا حالا نیروی سرکوب یا هرچی که میخواییم اسمش رو بذاریم، و کلش رو تحریم کنیم، نمیشه جدا کرد. نکته دومی که خواستم اضافه کنم اینه که خیلی وقتا کشورها به عنوان تحریم و به عنوان راه جایگزین جنگ استفاده میکنن. مثلا تو بحث اتمی ایران، خب اگه تحریم نمی‌کردن چی کار می‌کردن؟ باید می‌اومدن حمله نظامی می‌کردن. نکته سوم که نکته آخره که وقتم زیاد نگیرم، ما 3 قشر توی جامعه داریم. یه دونه اقلیت ثروتمند داریم، یه اقلیت قشر متوسط داریم و یه اکثریت قشر ضعیف توی ایران داریم. جنبشی که حالا به عنوان جنبش بیشتر محسوب شد طبق صحبت آقای رایی، بیشتر جنبش هایی بود که قشر متوسط انجام داده بودش و مثل سال 88، مثل جنبش الان. ولی سال 96 و 98 ما اکثریت قشر فقیر رو داشتیم که اومدن تو خیابون، و به نظر من اگر یه تغییری بخواد توی ایران اتفاق بیفته، قشر فقیر باید بیاد تو خیابون، قشر متوسط اون تعداد رو نداره که بخواد انقلاب انجام بده. سپاس از وقتی که در اختیار من گذاشتید. من مایک رو رها میکنم. ممنون جناب کچوییان. خانم بیژندی در خدمت شما هست. ممنونم که دوباره این فرصت رو به من دادین. حالا خانم قزلانی تشریف بردم، اما خب مشکل ندارم، من در واقع خواستم نظر خودم بگم. با توجه به صحبت هایشون که گفتن که حالا برای افکار عمومی، میخواستم اشاره کنم به حالا مورد دیگه هم هست، اما این 2 مورد چون خیلی بولتر بود میخوام اینا رو مطرح کنم. این که رسانه های خارجی مثلا مثل بی بی سی یا نیویورک تایمز، من بی بی سی رو یادمه که تقریبا 1 هفته از اعتراضات گذشته بود و پوشش خبری درستی نمیداد از اعتراضات مردم، که با تجمع ایرانیان خارج از کشور در مقابل بی بی سی در واقع یه تاثیر روی حالا روی سیاست کاریشون قرار گذاشتن و یادمه که یه گزارش بسیار جالبی رو آماده کردن و منتشر کردن در این مورد. اما در مورد روزنامه نیویورک تایمز میدونم که علاوه بر اعتصاباتی که مردم مقابل این روزنامه انجام دادن، ایرانیان خارج از ایران، اما تأثیری روش نذاشته و حتی میتونم بگم که در واقع با عناوین مختلف یا اعتراضات رو سرپوش گذاشتن، لاپوشینی کردن یا عناوین دیگه ای رو بهش نسبت دادن. خواستم اینو فقط مطرح کنم که ما جدا از این که حالا با دولت مردا و سیاست‌گذارا یا هر چیز دیگه باید ارتباط برقرار کنیم و یا اعتصاب کنیم و اعتراض کنیم، من فکر کنم در مقابل بعضی از رسانه‌های خارج از کشور مثل همین 2 موردی که عرض کردم و حالا مطمئنم که موردهای دیگه هم هست،
باید در مورد اونها هم این اعتراضات صورت بگیره، چون به هر حال اونها میتونن باز هر آنچه که ما به قول معروف و مردم دارن میکارن رو اونها در واقع به مدل دیگه ای برداشت کنن. ممنون، مرسی. ممنون خانم بیرجندی. آقای انصاری نژاد در خدمت شما هست. سلام و عرض ادب مجدد. من عذرخواهی میکنم از حضورتون. اول اینکه کاش سرکار خانم غزلی تا آخر جلسه این افتخار رو میدادن که ما در خدمتشون باشیم، و اینکه چون که وقتی یه بحث میشه خب خود به خود بس به خاطر شاخ و برگ‌هایی که داره به جاهای دیگه کشیده میشه، یعنی یه چیز اجتناب ناپذیره از این قضیه که ما بگیم خب موضوع جلسه بود. خب ما موضوعات مختلف و مرتبط با جلسه پیش میاد معمولا، و سوالات برای افراد حالا کم دانشی مثل خود من که مجبوریم مطرح کنیم، ولی خب حالا تشریف بردن انشاءالله که موفق باشن. من فقط برای شما صدای جلسه هم داشتید، فقط من توی اون بحثی که ایشون فرمودن که حالا منم موافق با تحریما نیستم، ولی خب دولت رو نمیدونم فلج میکنه، هیولا رو کوچیک میکنه، و حالا این یک، حالا نمیدونم شما توی ضبط برنامه‌تون میتونید باز بشنوید، و اینکه یه چند نفر از این گوشه هم یعنی مردم، خب ما هر صحبتی داریم میکنیم در رابطه با همین چند نفر یه گوشه مردم، جمعیت 80 میلیونی کشورمونه، خواهران و مادرانمونه که اونجا هستن. من اگر اشتباه شنیدم بگید اشتباه، ولی خب من هم چیزی شنیدم. ما هر کاری داریم میکنیم برای هموطناست، و این یه مسئله. مسئله دوم این که در خصوص موضوع جلسه من خدمتتون عرض کنم، در حد شاید یک دقیقه خدمتتون عرض میکنم، ما پیشگو نیستیم، یعنی نوع بشر پیشگو نیست، ولی به گذشته میتونه نگاه کنه و مقایسه کنه. زمانی که از قرن پنجم تا قرن چهاردهم توی اروپا میدل ایج یا قرون وسطا بود، چه چیزی باعث شد که اعتراض مردم بالاخره ثمر بده و رنسانس به وجود بیاد؟ کلمه رنسانس توی واژگان ایتالیایی به معنای دگرگونی یا همون انقلاب هست. رنسانس انقلاب اندیشه بود. چیز مثبتی که من دارم توی این اعتراضات میبینم، اتفاقا وقتی جماعت هنرمند، اندیشمند، شاعر، ورزشکار پا میذاره توی قضیه، اینجا ما میتونیم اعتراضمون رو به گوش جهانیان برسونیم. یعنی همون اتفاقی که توسط پاگانینی یا میکلانجلو یا تمام افرادی که در دوران رنسانس شکل گرفتن، من یه مثال کوچیک میزنم و بعد هم ادامه پیدا کرد. یه نقاشی بود به نام اونور دومیه توی فرانسه، این توی دادگاه کار میکرد، توی زمان اختناق فرانسه میرفت کاریکاتور قاضی‌ها رو به صورت هیولا میکشید و مردم بیگناه و آزادی‌خواه رو خیلی خوشگل و خیلی قشنگ میکشید، و بعد خودش شد یه سبک. یعنی ما الان انقلاب اندیشه نیاز داریم توی کشورمون که خدا رو شکر داره شکل میگیره، و این اندیشه باید از اندیشمندانی مثل هنرمندان، بازیگران، نویسندگان، شاعران، فیزیکدانان، ریاضیدانان در حقیقت شکل بگیره که خدا رو شکر داره شکل میگیره. ما یک رنسانس فکری میخوایم که من فکر میکنم خدا رو شکر توی مسئله اعتراضات اخیرمون با اعتراض کسانی که همیشه کنار بودن و به خاطر موقعیت شغلیشون میترسیدن بیان، ولی الان دارن همه چیز رو فدا میکنن و یه رنسانس فکری رو تشکیل میدن. خیلی ممنون و متشکرم از وقت مجددی که در اختیار من گذاشتید. تشکر. تشکرم. ممنونم آقای انصاری نژاد. من حالا چون فرصت نداریم آقای سخنان آقای شایگان و آقای رائی رو میشنویم. لطفا دوستان و عزیزان دیگه کسی دست بلند نکنه، چون دیگه واقعا وقت نداریم. ممنونم. آقای شایگان سخنان شما رو میشنویم. درود مجدد و عذرخواهی از اینکه امروز من خیلی صحبت کردم، واقعا معذرت میخوام. یک نکته که راجع به اعتراضات این سری چرا متفاوت است اعتراضات گذشته بود، عمده دلیلش به نظر من البته و هممونم روی این نکته اشتراک نظر داریم که حضور بانوان بود، یعنی حضور پررنگ بانوان در گذشتن بود بانوان، ولی خب اینکه بانوان خیلی حضور پررنگ داشتن و آقایون هم در کنار اینا حضورشون
حس شد، قشنگ مشخص بود. اما یک، حالا میگم احتمالاً وقت نمیشه، ولی یک سوالم واسم پیش اومده بود که چون یکی از دوستان گفتن که دولت‌های غربی نباید بهشون امید بست و این داستانا، ولی یه سوالی برای من پیش اومده که چرا یک دولت اسلامی دقیقاً مثل جمهوری اسلامی توی افغانستان شکل میگیره چند ماه گذشته، چند سال گذشته حالا، و بلافاصله بعد از اون چنین اعتراضاتی توی ایران شکل میگیره و همه جهان پشتیبانی میکنن ازش. یعنی دولت مردان، یک نشون کم سابقه است، یعنی دولت مردان اینطوری بیان پشتیبانی کنن و حمایت کنن اینا. آیا این میتونه اتفاقی باشه که یعنی یک دولت اسلامی آلترناتیو زیر نظر گذاشته باشن و جمهوری اسلامی دیگه موعدش سر اومده باید کنار بره از نظر دولت غربی؟ آیا این فرضی امکان پذیر هست یا نه؟ ممنونم. ممنون آقای شایگان. حالا من اول از همه یه نقدی بذارم روی صحبت خانم قزلو. ایشون فرمودن چرا رفتیم راجع به تحریم، چون راجع به خواسته ها و مطالبات معترضین خارج از کشور بود، که حالا بعضی ها راجع به تحریم ها، به هر حال اگه قرار مراوده ای بشه بهتره که مشخص بشه چه چیزهایی نیازه. و پیش از اینکه آقای رائی صحبت بکنن، من یه سوال از ایشون دارم. توی همین فایلی که شما فرستادید به عنوان اینکه، اجازه بدید دقیقا اسم اون قسمت رو، تدابیر 25 گانه که قدرت‌های خارجی میتوانند در قبال رژیم‌های استبدادی اتخاذ و اجرا کنند، شما اگر مورد 18مش رو ببینید، نوشته ممنوع کردن بانک‌ها و شرکت‌ها از اداره پول و دارایی‌های سران و مأموران دولت‌های سرکوبگر، که این دقیقا یه کاریه که با سویفت کردن و در واقع شما هم اشاره کردید، و این دقیقا توی خود، حالا من دقیقا به یه تناقض خوردم، دقیقا این جز راهکارها هست، اما شما خودتون به نحوی مخالف این موضوع بودید. ممنونم آیه رایی، در خدمت شما هستیم. بله خیلی ممنون. هم صحبت شما در اینجا، نقد شما نقد درستی است که من پاسخ میدم که چگونه این میتوانه صورت بگیره، و هم صحبت آقای شایگان هم مثل که الان درست یادم باشه، بذارین یادداشت رو نگاه کنن، آقای کوشوریان در مورد تحریم سپاه هم همین فکره. ببینید هرگاه، ببینید رژیم های استبدادی اقتصاد درشون دولتیه، در ایران بیشتر از 70، حالا بعضیا میگن حتی بیشتر از 80% اقتصاد ایران دولتی است و به بیت رهبری و سپاه پاسداران ربط داره. خب اگر قرار باشه که همچین تمامی مطرح باشه، یعنی بستهی چمدونی مطرح باشه که اقتصاد جدا نیست از مردم، بنابراین همچین اقتصاد بستهی رو تحریم کردن جواب نمیده. تحریم بانکی غلطه، اما شخصیت هایی که در این سیستم میخوان استفاده بکنن، استفاده جنگی بکنن ازش، اونه که لازمه تحریم بشه، اونه که لازمه جلوش گرفته بشه. پس موقعی که میگیم تحریم حقوقی نیست، تحریم ملت ها حقوقی نیست، نه اینکه شخصیتی رو بگیم آقا شما اومدی از این بانک میخوای استفاده بکنی، پولتو بردار از جا ببری اونجا مثلا حرکت های داعشی درست کنی، حرکت های سپاه قدسی درست کنی. خب نه، من از این سیستم نمیتونی استفاده کنی. بس بر سر این هستش که ما چگونه میتوانیم عمل کنیم که ضرر بزرگ حاکمیت مردم نکنه. اگه قرار باشه که من به خاطر اینکه حالا استدلالشون اینه دیگه، میگه که حالا من که این رژیم رو دارم تحریم میکنم، خب ملتم ضربه میبینه، ولی لازم است؟ نه، چه لازم است؟ قرار باشه که من توانی مملکتی رو بیارم پایین، توانی مردمی رو بیارم پایین، خب این تحریم لازمه که در واقع شکافته بشه. کدوم موضوعی مشخص اسم میده؟ میگه آقا من سیستم بانکی، حالا اقتصاد شما چون رژیم حالا کی رژیم مستبد رو انتخاب میکنه؟ خود امریکا از جنگ جهانی دوم در کشورهای منطقه خاورمیانه امریکا هیچ وقت دموکراسی رو انتخاب نکرده، هر وقت موقعیت دموکراسی بوده سرکوب کرده، جمله کشور خود ما دو مورد دیگه، مصدق و بنی‌صدر. در مورد بنی‌صدر با پشت پرده با همین آخونده و خمینی و اینا ساختن، کودتا کردن،
در زمان مصدق هم که دیگه همه میدونید که چجوری گذار کردن. پس توجهتون رو به یک نکته جلب میکنم و اون این هستش که انسان موجودی است که تدبیر امور میکنه، انسان موجودی است حقوقی اندازه تعیین میکنه. همین که من بگویم عمل میکنم، عمل خود به خود از اون همچین چیزی وجود نداره. عمل رو باید سنجید، اثر چقدر داره چقدر اثر نداره. موقعی که دارم عمل زشت یک مدیر رو میبینم، اون عمل زشت و مدیر چرا اصلا سیستم اقتصادی یک مملکت رو ببندم؟ حالا گیریم که این اقتصاد همش دولتیه، خیلی خوب دولتیه ولی به زندگی مردم رو پیدا کرده. کی این دولت رو انتخاب کرده؟ خودتون. یک نکته اینجا ذکر میکنم که بسیار مهمه، نگاه سلطه‌گر به کشور زیر سلطه نگاه مجرمانه است. از زمان هگل که گفت روح در شرق نمیتوانست رشد بکنه، آمد در منطقه در سفر خودش به ایران رسید، ایرانی ها باوجود برای که توانایی داشتن نتوانستن این رشد بدن، آمد در غرب رشد کرد و در ما غرب هستش که روح رشد کرده و در اینجا ما هستیم که لازم بقیه رو متمدن کنیم مثل خودمون. و زمانی که ما تصمیم میگیریم که حمله کنیم مثلا به یک کشوری، این تخریبی که ما میکنیم بهتر از اون وضعیت طبیعی که دارن نگاه جنایتکارانه است. این نگاه غرب در عراق همین دید رو اجرا کردن دیگه، در افغانستان این رو سر ایران میخواست، قبل از اینکه به عراق حمله کنن به ایران، ایران و عراق و افغانستان میخواستن حمله کنن، به ایران خواستن حمله کنن، چرا نتونستن؟ دلیلش اینه که در ایران یک بدیل، یک آلترناتیو حقیقی وجود داره، در عراق و افغانستان وجود نداشت و مصنوعی ساختن. به این علته که میگم توان حقوقی ما رو دست کم نگیریم. ما ایرانی ها توان حقوقی داریم و چون این آلترناتیو، این توان حقوقی رو داریم، به ما راحت نمیتونن دست بزنن. زمانی که صرف نظر کنیم یا باج بدیم یا اینکه کوتاه بیاییم، اون موقع حتما ما رو ضعیف میدونن، میگن قابل بازی خوردنن، اینا رو میشه کلک زد، اینا رو میشه سرشون رو چیز شیر مالی. پس نکته دوم اینه و توجه داشته باشیم برخوردهای منیکیستی، این خوب است که اون بد تو این سیاست در سطح جهانی جواب نمیده. ما با یه سیستم جهانی قدرت بد طرفیم، فکر نکنیم چون رژیم بده اون طرف خوبه، نه، اون طرف هم به همین الان نگاهش گفتم دیگه به شما. پس لازمه که ما فورس مژور ایجاد کنیم، توان خودمون رو نشون بدیم، افکار عمومی دنیا رو مورد حمایت بخواهیم، NGO ها رو بخواهیم، سمن ها رو در واقع بخواهیم که مورد حمایت قرار بگیره. ما توانایی اثرگذاری بر روی قدرت ها و عقب نشینی قدرت ها رو داریم. اینجا هستش که لازم عمل بکنیم. و بحث تحریم ها رو هم خود خانم در واقع سخنران خانم غزل‌لو مطرح کردن و ما ادامه دادیم و توجه داشته باشیم که اثر در همین توضیحی که الان دادم به جنبش ما اثر داره، به تظاهرات اثر داره. نگاه رو به قدرت، هر قدرتی خارجی یا داخلی، نگاه غیر حقوقی است. نگاه روح به مردم، روی سخن با مردم و مردم جهان هست، این حقوقی است. من بیام اینجا بگم آقای رئیس جمهور فرانسه تو بیا، اصلا خود من از اون دارم حقوقی عمل میکنم، درسته که من موقعی که نظر خودم بگم اون توجه میکنه، اما روی سخن من مردمه، روی سخن من گفتگوی انسانی، گفتگوی شهروندی، گفتگوی یک پدیده حقوقی در رابطه با پدیده بزرگتر حقوقی جهانی هستش. و در اینجا نکته بعدی رو که میخواستم مطرح کنم، حالا موقعی که صحبت میکنیم که قدرت خوب نیست، از کدوم دخالت صحیح است؟ هرگاه حقوقی عمل بکنیم دخالت در امور داخلی کشور نیست. حتی یک دولت خارجی هم میآید از جنبش مردم دفاع میکنه، داره دخالت اون کشور نمیکنه. به این علت با حقوق طرفه، در حقوق مال همه است، بنابراین بیطرفی خود، گفتگوی حقوقی بیطرفی است، بلکه مال همه است. بیطرفی به معنی همه طرفی است، بیطرفی به معنی بیعملی نیست. پس بنابراین این نکته رو که میگم، توی اگر توجه کرده باشین تو جنبش بلاروس، اون خانمی که رهبر جنبش بود مطرح کرد، گفت من دخالت حقوقی کشورها در کشور خودم دخالت حساب نمی کنم، که این رژیم بلاروس میگه که تو دخالت قدرت خارجی میکنی. درست میگفت، دخالت های قدرت مداران است، همین تحریم ها قدرت مداران است. چرا؟
برای اینکه قدرت میخواد چیکار کنه، میگه که آقا تو این اراده رو داره من حد تعیین میکنم دیگه انجام نمیدم، حد رو قدرت تعیین میکنه. اما موقعی که میشینه انسان فکر میکنه، اندازه پیدا میکنه آقا این عمل غلطه، این عمل غلطه. الان اومدن روسیه رو تحریم نفتی کرد، روسیه فقیر شد، کی این وسط داره فقیر میشه استفاده میکنه؟ امریکا کی داره این وسط؟ خود روسیه، برای اینکه با نفت کمتری که صادر میکنه، با گاز کمتری که صادر میکنه، درآمدش بیشتر شده، چیزش هم پولش هم واحد پولش هم که روبل هست، بهترین واحد پولی سال 2022 هستش، انتخاب شده هستن. پس بنابراین میبینیم که اثری که نظریشی اثر بومرانگ داشته به کی اثر گذاشته؟ رو اروپا. پس بنابراین همینجور چشم بسته نمیشه عمل کرد. حقوقی عمل کردن یعنی به اندازه عمل کردن، یعنی سنجیدن، حساب کردن، حد و حدود تعیین کردن. من نفت میکنم، این داره تقویت میشه، ردش میکنم، خیلی خوب شما تحریمش هم نکنی، همین استفاده رو میکنه، تحریمش هم میکنه، همین استفاده رو میکنه، کجا مردم بهتر مقاومتشون بیشتر میشه، اون صحیحه. مقاومت مردم من حذف میکنم، بعد میگم که این کارو بکن، شما اون کارو بکن. در مورد تحریم نسبت یک نکته ای رو که لازمه توجه کنیم، اشتباه سال 88 در این جنبش تکرار نکنیم. هی میگوییم جوانان میفهمن بهتر، جوانا آگاهی پیدا میکنن، اما یک جنبش، جنبش مردم یک کشور هستش، ارتباط نسل هاست. جوانا زمانی بهتر عمل میکنن که حافظه تاریخیشون تقویت بشه. اگر پدر مادرها اطلاعات درست بدن، بچه های خودشون بهتر عمل میکنن، خودشون هم میان بهتر عمل میکنن. اما زمانی که ماه رشد بادکنکی ایجاد کنی، شما میفهمید، نسل قبلی نمیفهمید، این همون بازی های اصلاح طلبانی سال 88 که میامدید میگفتید آقا این کار دشبان هم دخالت نکنید، ما رهبر جنبش هستیم، ما میدونیم چه کار بکنیم. دوران تمایل طلایی امام و صحبت های این فرمی مطرح شد. پس میبینیم که رابطه حقوقی رابطه جدا کردن و سنویت بین نسل ها نیست. در اینجا زنان و مردان با هم عمل میکنن، جوان و نسل قبلی با هم عمل میکنن. در از نظر علمی جوان میتونه نسل قبلی خودش رو تقویت کنه، نسل قبلی میتونه با تجربه اجتماعی خودش و با حافظه تاریخی خودش جوان رو تقویت کنه. به قول چینی ها جوان روی دوش پدر مادرش وامیسه تا بتونه بره بالا. خیلی ممنون، مرسی. ممنون آقای رایی. ببخشید من حالا دارم در واقع از چی خودم سوء استفاده میکنم، از موقعیتم میخواستم یه سوال مطرح کنم. شما فرمودید تحریم ها غیر حقوقیه، میخوام اینو بدونم ضد حقوقی هم هست یا نه؟ یعنی یک چیز مخالف، درسته بر اساس حقوق تعریف نمیشه، من شاید درست متوجه نشدم، درسته بر اساس حقوق تعریف نمیشه، اما منافات هم داره با حقوق، با حقوق افراد؟ ممنون میشم اگر این هم. بله، نکته بسیار اساسی رو گفتیم و این یه بحث فلسفی است، پاسخش هم داده شده. پاسخ این است: انسان موجودی حقوقی است، تمام هستی حقوقی است و خارج از هستی هم نیستی است. نیست این تصور هگل که هستی در شکم نیستی، تصور باطلی است. به این علت که نیستی صفت نداره، هستیه که صفت داره. به محض این که شما حقوقی عمل میکنید، در ضدیت با حقوق حتما هستید، یعنی در باطلید، یعنی در نیستی هستید. نیستی هیچی نیست. شما نمیتونید از حقوق خارج بشین بگید حالا در مورد تحریم منظور چیه. شما نمیتوانید عملی رو به اسم تحریم انجام بدید که مردم حقوقی رو مجازات کنید به این بهانه که این مردم مسئول این رژیم هستن. نه، فقط مردم مسئول این رژیم نیستن، به نسبت‌های مختلف مردم نقش دارن، اما قدرت‌های خارجی هم نقش دارن در نگه داشتن این رژیم. این که دولت وابسته به ملت نیست، ملت وابسته به دولت هست، برای اینکه نفت رو غارت میکنه، نفتی که مال مردمه خودش خرج میکنم عامل دیگه ایست و کی این رو میپذیره؟ در شبکه جهانی قدرت پذیرفته میشه. پس بنابراین نمیتوانیم بگوییم حالا تحریم، بنابراین ما که رو تحریم فکر میکنیم باید حساب کنیم که آیا ما تو زندگی داریم عمل میکنیم یا خارج از زندگی داریم عمل میکنیم. رژیمی که میاد 9 جنگ رو به ملت خودش تحریم میکنه، خارج از حقوق زندگی میکنه، خارج از حیات زندگی میکنه. کدوم جنگ؟ جنگ هسته‌ای،
جنگ مستقیم نظامی با 60,000 سرباز خودش در سوریه، جنگ نیابتی، جنگ دیپلماتیک، جنگ تبلیغاتی و جنگ تروریسم و آدمکشی که توی دنیا را انداخته، حتی تو خود امریکا رفته ترور کرده، تو خود فرانسه این رژیم اومده شخصیتایی رو مثل شاپور بختیار ترور کرده، یا در مورد شادروان چیز قاسملو و شرفکندی رو ترور کرده. داستان میکونیس رو حتما میدانید. بنابراین توجهتون رو به این نکته جلب میکنم، در حقوق باقی ماندن ارزش باقی ماندن در حیات رو داره، در حقوق باقی ماندن ارزش به اندازه عمل کردن رو داره، در حقوق باقی ماندن ارزش از فرصت‌ها استفاده کردن رو داره، در حقوق باقی ماندن ارزش حد تعیین نکردن، خط قرمز تعیین نکردن و اندازه تعیین کردن رو داره، در حقوق باقی ماندن به معنی زندگی در یک سیستمی است که در آن سیستم موقعی که من به صورت حقوقی هستم آزادم، در حقوق زندگی کردن به معنی این هست که من بی طرفی حقوقی رو فقط میتونم بپذیرم، اما دخالت در رهبری شخصی خودم رو نمیتونم بپذیرم، دخالت در رهبری حاکمیت جمعی خودم رو نمیتونم بپذیرم. پس بنابراین در موقعی که میپذیریم حقوقی زندگی کنیم مرحله بالاتری وجود نداره. موقعی که حقوقی زندگی میکنیم همه حواسشون جمع با ما، اینا میشناسن خودشون رو، اینا حیات رو میشناسن، اینا میدونن چگونه زندگی کنن، اینا گول لابی نمیخورن، اینا گول بازی های رژیم رو نمیخورن، اینها میدانن کجا از فرصت مناسب برای سرنگونی استفاده کنن. اما یک بحث غلطی رو هم در اینجا پیش آمده که لازمه توجه بکنیم و اون این هستش ما برانداز باشیم یا نباشیم، ما این که حاکمیت مال ماست، این رژیم با کودتا اون حاکمیت ما رو دزدیده، پس این برانداز، این رژیم براندازه، ما این که یک حرکتی رو برای دموکراسی کردیم، جنبش عمومی رو کردیم سال 57، اون انقلاب رو پیروز کردیم، این رژیم اومده ضد اون داره عمل میکنه، میگه من انقلابیم. پس بنابراین وارد بازی ها و کلمات دروغ این رژیم نشین. توجهتون رو دیروز هم گفتم، کلمات طیبه رو تبدیل میکنه به کلمات خبیثه، تالی فاسد ایجاد میکنه، یعنی میاد همون چیزهایی که شما میگین عقیده منه همون رو باش میجنگه، شبیه اون رو ایجاد میکنه. پس هوشیاری یکی از خاصه های حقوق هستش، از خشونت کاستن خاصه دوم حقوق هستش، این که من تشخیص به اندازه بدم از خاصه های دیگر حقوق هست، این که در هستی باقی بمانم از خودم رو اثبات کنم، آفتاب دلیل آفتاب باشه در خاصه دیگه حقوقی هستش، این که در حقوق من فرصت جبران ایجاد کنم حتی برای رژیم، یعنی گونه عمل بکنم که من دارم عمل میکنم، از حیات ملی خودم دفاع میکنم، میتونی بپذیری، تویی که باید بیای حقوقی عمل کنی، برای که حقوق هستی، اگر در حقوق زندگی نمیکنم که از هستی خارج شدی، فرصت برات ایجاد میکنم، منم که برای قاتلی که یک مظلوم رو کشته فرصت ایجاد میکنم که خود رو تغییر بده، نه به خاطر اینکه میخوام حذفش کنم، به خاطر اینکه میخوام او به حقوق برگرده، بیاد توی زندگی تو هستی، پس من انتقامی ندارم، من حتی از این رژیم من نمیخوام، من میخوام زندگی خودم، حاکمیت من دزدیدی شما غاصب حاکمیت منی، من میخوام زندگی کنم. پس میبینیم که با دو جنس رفتار طرفیم، یک جنسی رفتاری هست در خود او هستی هستش و یک رفتاری هست خارج از هستی هستش. میبخشید زیاد حرف زدم. ممنونم آقای رائی، تشکر. دیگه حالا جلسه رو به پایان میبریم. من کوتاه دوباره راجع به جلسه امروز صحبت بکنم. جلسه امروز فراخوان ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان بود که با موضوع حق اعتراض و به شکل جزئی‌تر مردم خارج از کشور دفاع از حق طلبی مردم بود. مهمون جلسه‌مون هم خانم مهناز قزلو بود که حالا متأسفانه وسط جلسه مجبور شدن جلسه رو ترک کنن. ایشون فعال حقوق بشر و مشاور امور حقوق بشری هست. دوستانی که برای جلسه ما رو همراهی کردن و زحمت کشیدن، خانم زهرا رهایی به عنوان منشی جلسه و آقایون
محمد رسول پورتندرست و نریمان حسین نژاد و خانم منصور کاویانی به عنوان ضبط صدا و ادمین ها. از آقای رائی هم ممنونم که اطلاعات بسیار خوبی رو در اختیار ما گذاشتن. جلسه رو در ساعت 18:19 دقیقه به وقت اروپای ببخشید 20:19 دقیقه به وقت اروپای مرکزی به پایان می‌رسونم.